صبحتان بخیر و این برنامه آغاز روز خوش آمدید. من بیژن آرین هستم. در یک ساعت نخست این برنامه میزبان این برنامه اسدالله منوچهر، فعال مدنی، در مورد وضعیت امنیتی ولایت بغلان در نیم ساعت نخست، در بخشی از نیم ساعت نخست بحث خواهند کرد و اینکه وضعیت امنیتی چقدر تاثیر گذاشته روی فعالیت های مدنی در ولایت بغلان. در ادامه مسعود زاهد هم تشریف خواهد آورد که فعال مدنی است، در مورد تاثیرات ناامنی ها بالای جوانان بحث با ایشان خواهم کرد. اما عارف نوری، فعال مدنی، در مورد واکنش فعالان مدنی بر حادثه اخیر کابل با آقای میرعلم شریفی که همچنان یک فعال مدنی هست، بیشتر دیدگاه خود را با شما شریک خواهند ساخت. در یک ساعت نخست همین قدر بحث میکنیم. در نخست آقای منوچهر، اسدالله منوچهر اینجا با ما هستن و در مورد وضعیت امنی امنیتی بغلان با ایشون بحث میکنم. خیلی خوش آمدید آقای منوچهر، ممنون از اینکه تشریف آوردید. سلامت باشین، سپاس از دعوت شما. لطف کردید. نخست از همه سلام به هموطنان عزیز ما، سلام صبح بخیر به هموطنان عزیز ما و خدمت شما گرداننده موفق تلویزیون جهانی آرنا. قبل از اینکه بالای وضعیت امنیتی ولایت بغلان بحثی داشته باشیم، در ابتدا میخوایم که عرض تسلیت به شهدای روز چهارشنبه حادثه وحشتناکی که به وقوع پیوست، همین ما غمگین شدیم و جنت فردوس بر این نصیبشان بود. و در قدم بعدی جا دارد که از تمام نیروهای امنیتی که روز چهارشنبه به زخمیان حادثه کمک همکاری کردن، از همیشون سپاسگزاری کنیم. مورد تقدیر و تحسین هستند، نه تنها نیروهای امنیتی که در شهر کابل است، بلکه با اون تعداد از نیروهای امنیتی که در خط نبرد مبارزه میکنن. آنها مردان شجاع افغانستان هستند که ما بیشتر بالایشون باور داریم. حالا مورد خیلی عمده، وضعیت امنیتی بغلان چندی قبل گپ گفتای وجود داشت که خوب نبود و هر روز ناامنی ها افزایش میافت، حالا چگونه هست؟ در کل اگر بالای وضعیت امنیتی ولایت بغلان بحثای داشته باشیم، میخوایم در ابتدا بالای موقعیت جغرافیایی و موقعیت امنیتی ولایت بغلان صحبتای داشته باشیم. از لحاظ موقعیت جغرافیایی ولایت بغلان از موقعیت بسیار بالای برخوردار است، از یگانه راه ترانزیتی ولایت سمت جنوب به ولایت سمت شمال شرق و شمال میباشه، راه مواصلاتی برای همه میباشه و از لحاظ امنیتی اگر بگیم همچنان نقش برازنده خود داره. یگانه راه اکمالاتی و تسهیلاتی نیروهای امنیتی از راه زمینی به سمت ولایت شمال شرق و شمال می باشه که تقریبا 9 الی 10 ولایت با هم وصل میکنن. بنان ولایت بغلان از هر لحاظش مهم می باشه. وضعیت امنیتی ولایت بغلان اگر یک دید کلیه داشته باشیم، نظر به سالهای گذشته، 2 سال یا 3 سال گذشته، از امنیت نسبی خوبی برخوردار است. یک تعداد از دوستان ما در رسانه ها قسم جلوه میتن که نه، روحی مردم ضعیف میکنن که ولایت بغلان چنین است چنین است. نه خیر، اما واقعا نیست. اما از دیدگاه من که میبینم به اون شکلی که اونها جلوه میتن به اون شکل نیست. نظر به سال گذشته و دو سال پیش گذشته از امنیت خوبی برخوردار است. اما اینو گفته میتونیم که ولایت بغلان دارای 14 واحد اداری میباشه. واحد اداری که در کل ناامن میباشه، ولسوالی دانه غوری است، ساحات دند شعبیدین است، ساحات دند غوری است، بغلان مرکزی است و حال پلان وسیعی که مخالفین مصالح دولت دارن بالای ولسوالی برکین نارین است. به هر شکلی به هر قیمتی که میشه باید ناامن بسازن. اما خوشبختانه که اجماع مردمی، پلیس محلی، نیروهای امنیتی، قماندان سوی امنیت، رئیس امنیت و همچنان دگر جنرال دلاور احمق، یکی از وکیلای ولایت بغلان که معاون کمیسیون امور داخلی امنیت ملی پلیس جرگه می باشه، با یکی از گروپ مردمیشان خواستن که جلو حملات بعدی را بالای ولسوالی برکی نرین بگیره. وضعیت امنیت در داخل شهر پلخمری از امنیت خوبی برخوردار است، اما گاه گاهی مسیر شهرهای کندوز بغلان به دلیل از اینکه مناطق ساحاتی که مردم بغلان مرکزی میشه گرداب میشه، از امنیت بالای نیروهای امنیتی یکم مشکل میباشه. از لحاظ زمینی با تغییر فرمانده امنیه یا فرمانده پلیس ولایت بغلان تغییرات آمده، درست؟ بله،
تا جایی که ما دید کلیک دارم به اون اندازه که فرمانده جدید ولایت بغلان اکرام الدین سری در ظاهر اگر ببینیم با حرفایی که میزنه با عملکردهایی که انجام میده ما خوشنود هستیم از چون که جدید تقرر نباشه در حدود یک ماه دو ماه نهایتا سه ماه نمیگذره و ما امیدوار هستیم که همین حرکتایی که انجام میده با نیروهای امنیتی را روحیه میتن منسجم میسازه تا آخر همین یک موضوع باشه دفعتا چیزی گفتن نمیتونم اما بنا بر حرکتایی که انجام میتن و عملیاتی که داشتن تا هنوز موفق بوده داخل شهر پلخمری تا قسمت بند دو هم نیروهای مسلح نیروهای مخالف مسلح افغانستان تا هنوز موفق نشدن داخل شهر پلخمری شد. پرسش اینجاست که گفتم میشه که چندی قبل آقای فرمانده یا فرمانده امنیه ولایت بغلان اجازه نمیداد کسانی که حالا شناسنامه با خود نمیداشتن به طرف شمال افغانستان برن. چقدر این مورد تانسته بود که در کاهش ناامنی ها در بغلان و ولایت های شمال تاثیر بگذاره؟ کاملا حرف بجور زدن. امو وضعیتی بود که یکی از مردم های شریف ولایت سمت جنوب چون کنوا با اکثر وضعیت بسار مشکوک می آمدن سر وضعیتشون نیروهای امنیتی که بولایشون سهیم میکردن مشکوک معلوم شد و یا سیلی از یک نفر دو نفر صد دو صد نفر نه هر روز به گمان اغلب سه الا چهار پنجصد اشتاد از مسیر رای بغلان الا طرف ولایت شمال شرق و ولایت شمال میرفتن بنان راپور هم از مرکز داشتن که باید تا کسی که شناسنامه نداشته باشه به هیچ وجه از این مسیر عبور نکنه و یک حراس داشتن که گویا اتحاد مردم ها به لباس های مختلف طرف ولایت بغلان میشه طرف ولایت سمت شمال میشن در نامنی ها نقش برازنده خود نداشته باشن. آخه نتیجه داشت؟ تا جا خب او وقت پیش خود این موضوع را میگن که نتیجه بر ما داشت اما ما فکر میکنم که این مسائلی هست که اصلا نقش نداره. حالا دقیقا من حیث یک فعال مدنی اطلاعاتتون در چه حد است؟ چند ولسوالی بغلان هنوز هم در اداره طالبان هست و جنگ در او جریان داره؟ تا جایی که معلومات دقیق که ما داریم ولسوالی بغلان مرکزی از جمعه ولسوالی هست که اصلا گفتن نمیتونیم که در 24 ساعت امکان در 4 ساعت ازی امن باشه. ولسوالی دانی خوریخ در کل تحت تصرف طالب هست. همچنان ساحات دند شعبیدین، دند غوری و ولسوالی برکین نریرم هم از امنیت نسبی برخوردار است. سال پار مگر این مناطق گرفته نشد دند غوری و دند شعبیدین؟ دند شعبیدین و دند غوری آلی هم تحت تصرف طالب هست. یعنی دوباره گرفتن؟ دوباره گرفتن. یکی از ولسوالی دانی غوری که اصلا فکر نکنم که در مدت یک سال یا دو سال نیروهای امنیتی اگر یک ماه دو ماه تحت تصرف خود گرفته باشن پس دوباره طالبان و مخالفین مسلح موفق شدن که دوباره تحت تصرف خود در بیارن و او یکی از مناطق کلیدی ولایت بغلان میشه. دلیلش اینجا است که ولسوالی دنی غوری دند شعبیدین و دند غوری یگانه راه مواصلاتی و راه اکمالاتی نیروهای مخالف مسلح دولت افغانستان است که یگانه گزینه است که میتونن به سمت شمال و به سمت شمال شرق برن. بنان او از موقعیت استراتژیک بالای برخوردار است. به هر شکلی که میشه استخبارات منطقه کار میکنه و تجهیزات برشان روان میکنه تا او منطقه به هر شکلی که باشه نام شده و سالهای گذشته هم شما شاهد بودین از طریق رسانه ها که عملیات های زیاد را انجام دادن اما در کل یک ماه یک و نیم ماه تحت تصرف دولت بود. بعد از او به دست مخالفین پیوست. حالا همکاری مردم چقدر است؟ شما که حالا یک فعال مدنی در بغلان هستین چقدر مردم را همکار میبینین با حکومت؟ واقعا همکاری دارن؟ در کل اگر در نظر بگیریم مردم تمام ملت افغانستان از این موردها رنجیده هستند و بالخصوص مردم شریف ولایت بغلان که از اقوام مختلف تشکیل شدند اقوام خوستی است، اندرابی است، غورمندی است اینها به هر شکلی که زمانی که وضعیت امنیتی شهر پلخمری در کل ولایت بغلان نوامن میشه اجماع مردمی را تشکیل میتن کوشش میکنن که با نیروهای امنیتی سالهای گذشته شما شاهد بودن که تقریبا در حدود 1000-1500 افراد مسلح خود امی وکیلای ولایت بغلان و اجماع مردمی تشکیل دادن تا بتونن در پالی نیروهای امنیتی
کمک همکاری کنن تا اینکه شهر پلخمری سقوط نکنه. یعنی نقش مردم نقش برازنده داشته و همچنین فعالین جامعه مدنی هر آن چیزی که از توانشان باشه تا حکومت تحت فشار قرار بده، دولت مرکزی رو تحت فشار قرار بده، خصوصا والی صاحب و قماندان امنیه رو، اینها از هیچ نوع کاری هم دریغ نمیکنه. اما ما امیدوار هستیم که تمام فعالین جامعه مدنی، نهادهای جامعه مدنی دیگرسه بیشتر و بیشتر کوشش کنن. ناامنی ها چقدر صد واقع شده در برابر فعالیت نهادهای مدنی؟ آورده است که خیلی عمده هست. حالا اگر ناامنی باشه، گپ گفته وجود داره که نمیگذاره هیچ کسی کار خود را به شکل درست انجام بده. از جمله فعالان مدنی چقدر تاثیر گذاشته این ناامنی ها سر کار شما که بخشی از این جامعه هستی؟ بسیار تشکر. اگر در نظر بگیریم زمانی که ناامنی در یک ولایت صورت میگیره، از قشر بالا تا به قشر پایین تمامشون در حراس می باشند. تمامشون وضعیت امنیتی بالایشون تاثیر منفی میگذارد. با شمول فعالین مدنی، حتی نیروهای امنیتی، فعالین مدنی با شکلی که باید برنامه خود تنظیم کنن، حکومت را در قسمت بهبود وضعیت امو ولایت راهنمایی کنن، اینها حراس خدمه داشته باشن و وضعیت امنیتی خودشون، وضعیت از فامیلشون در خطر می باشه. 100% تاثیر سوی خواهد داره. 100%. من حیث یک جوان و من حیث کسی که در جامعه مدنی بغلان فعالیت داری، پیشنهاد خودت چی هست به حکومت محلی؟ سوال خوب را مطرح کردن. در کل اگر در نظر بگیریم، به صفت یک جوان، به صفت یک ادبای افغانستان، نظر ما در ارتباط، اگرچه نمیخوایم بیشتر بالای مسائل سیاسی بچرخیم، چون ما هم امکان داره در جمله همو کارشناسای یا همو تعداد افراد اشخاص قرار بگیریم که هر روز بیچاره راهکارهای را به منظور بهبود وضعیت امنیتی و مسائل مختلف در کشور مطرح میکنه. اون کارشناس سیاسی نه، من حیث یک فعال مدنی، من حیث یک باشنده محل، به می شکل، به صفت یک جوان، به صفت یک باشنده محل، نظر ما می است که در کل نیروهای امنیتی چشم مردم، چشم امید مردم بالای نیروهای امنیتی است از هر لحاظش، که اینها شبانه روز کار کنن. و ما یگانه راه حل که یگانه پیشنهاد که ما دارم که از جناب قماندان صاحب امنیت، رئیس امنیت، والی صاحب محترم که نو تازه تقرار یافته، در قسمت تامین امنیت هر اون چیزی که از تمامشون باشه دریغ نکنن. لطف کردی آقای اسدالله منوچهر، فعال مدنی بغلان، لطف کردی ازش تشریف آوردی. ممنونتون. دوباره برمیگردیم پس از میان برنامه کوتاه. خوش آمدید آقای مسعود زاهد، فعال مدنی همینجا هستند و در مورد تأثیرات ناامنی ها بالای جوانان بیشتر با ایشان بحث میکنیم. خیلی خوش آمدید آقای زاهد، ممنون از اینکه تشریف آوردین. سلامت باشین، احترام تقدیم میکنیم با شما و تمام کارکنای تلویزیون آریانا نیوز و جا دارد که اطراف دعا بکنیم به رخداد دهه جوزای چهارشنبه سال جاری، اطراف دعا میکنیم برشان و با بازماندگانشان، صبر و جمیل و عزر اجیل خواهان است. حالا به این بحث را از اینجا آغاز کنیم. ناامنی ها گفته میشه در کشور در حال افزایش است. حالا این ناامنی ها چقدر متاثر میسازه قشری که آینده ساز هستن، قشر جوان را، این چقدر تاثیر میگذاره و در عین زمان چقدر میتونه روحی از اینا را صدمه بزنه؟ خب قبل از این که در این بحث بریم، ما کوتاه‌تر امنیت میخواییم به خاطر جوانان که امروز خود امنیت چی هست. طبعا که تمام حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم وابسته به امنیت است و در نبود امنیت معمولا که حق جوان، حق صحت، حق تعلیم و تربیت، حق تحصیل و تمام اینا متاثر شده و توجه صورت نمیگیره. و زمانی که ناامنی در افغانستان روز به روز گسترش یافته میره، حق جوان ها پامال شده رئیس. شما ببینید در حال حاضر تقریبا در 3 سال گذشته بیش از 10,000 جوان ما امروز تامه دریاها و نهنگا شدند. این باعث ناامنی در افغانستان بوده و باعث ضعف از حکومت در افغانستان بوده که
جوانهای ما با مشکلات و فرایندهای روبرو بوده که اونا را ناچار و ناگزیر کردند که هم از تحصیل دور بانند، هم از تعلیم و تربیت دور بانند و یک فضایی نبوده و یک زمینه ای نبوده که اونا در این راستا کوشش بکنند، تلاش بکنند و همچنان در کنار نیروهای امنیتی خود قرار بگیرند. و همچنان باز هم ما شاهد تلفات هزاران جوان ما هستیم. ببینیم روزانه بیش از صدها جوان ما در مرزها و در سنگرهایی که امروز دفاع میکنند و چی از داخل خود پایتخت و شهرهای که امنیت نسبتی داشتن اونها امروز ناامن هستند، در اونجا هستند به هر گونه حملات انتحار، انفجار و مسلحانه و جنگهای روبرو اونها را شهید میشه. و ما جوانهای امروز ما را که اساس یک کشور تشکیل میتن، بنیاد یک کشور تشکیل میتن و ستون فقرات یک کشور است، ما اونها را دست میدیم به هر گونه ای که بالای ما کشورهای همجوار ما که مثلا و خاصتاً کشور پاکستان. و در کل تاثیرگذاری بسیار زیاده چی از نگاه روانی و اجتماعی بالای همه جوانان ما. البین اندک خودمونی تر بحث کنیم، این رویدادها چقدر خودت را متاثر ساختن؟ طبعا که معمولا همه کس ها را متاثر می سازن. این نه تنها ما، وقتی که ما میگیم همه ما جوان هستیم و همه ما زیر یک چتر زندگی میکنیم، معمولا بر همه متاثر کننده است. ما امروز معسل هستیم. شما ببینین وقتی که صبحگاهان ما به غرض کسب و کار و به غرض دریافت تحصیل بیرون میریم، ما امید بازگشتن به خانه را نداریم و یک تاثیرگذار بسیار مشکلی است که امروز بر همه جوان ها هست. و این ناامنی ها یک چالش بسیار جدی در حکومت ما هست که روز بر روز جوان ها زیر تاثیر آمده و جوان ها امو بود اصلی خود که منفعت یک کشور است اونا را دست داده میرن و توانایی مقابله با اینا را ندارن، چون که ما را ضعیف ساخته میره. و حضور 30 کشور امروز خارجی بر امنیت و به جوان های افغانستان کدام کمک صورت نگرفته، بلکه اونا به منافع شخصی خود آمدن و هیچ وقت به منافع شخصی جوان ها کاری نکردن. اگر به منافع شخصی جوان ها امروز برنامه می بود و یک برنامه ریزی از طرف حکومت می بود، ما چرا شاهد این مشکلات باشیم؟ امروز افغانستان یکی از جوانترین جامعه های حال حاضر دنیا هست که همه ما و شما میفهمیم. پس چرا با این قدر سرمایه‌ای که امروز ما داریم و این سرمایه بزرگی که جوان ها امروز نسل افغانستان تشکیل میتن، بازم ما در زیر نامنی و در زیر بار کشورهای غرب و کشورهای امریکا هستیم؟ اما پرسش اینجاست که حکومت افغانستان در نخستین روزهای تشکیلش یا حکومت وحدت ملی در نخستین روزهای تشکیلش آمد حرفای زیادی برای جوانان زد، وزارتی برای جوانان ایجاد میشه، در کنارش یک میلیون شغل ایجاد میشه و سایر گپا. فکر میکنین این وعده هایی که داده شده و در کنارش عملی نشده چقدر بیباوری را ایجاد کرده؟ طبعا که اگر در طول تاریخ افغانستان ما ببینیم، از زمان سالیانی که حکومت افغانستان تأسیس شده و ده سه ده چهار ده بیشتر، فقط از نیروی جوانان، از نیروی فیزیکی جوانان به خاطر رسیدن اهدافشان زمامداران وقت استفاده کردند، نه از فکرشان و نه از نیروی تواناییشان. امروز هم مانند همو است، از نیروی فیزیکی جوانان استفاده میشه اما از فکریشان استفاده نمیشه و جوانان هیچ استقلال فکری امروز ندارند و اونا نمیتونند که دوشادوش بزرگان حکومت در تامین امنیت و در تعیینات و در تصامیمی که در افغانستان گرفته میشه هیچ نقشی ندارد. و طبعا که امروز هم مانند همو وقتهای گذشته در کرونایی که گذشته، امروز باز هم جوانان مانند همو روان مورال فیل روان هستند و هیچ از طرف حکومت بر اینا کدام تقدیر تشویق ترغیبی نیست. همواره جوان زیر بار و زیر تاثیر حکومت قرار میگیره و زیر کشورهای غرب و زمینه برای جوانان امروز مسائل نیست که اونا بتونن از حق خود دفاع بکنن. اما یک مورد، خود جوانان چقدر مقصر هستند در آنچه وضعیتی که خلق شده؟ فکر نمی کنین که بر اساس آنچه که آقای دوستم هم تاکید کرده بود، روزی که حق گرفته میشه، حق داده نمیشه، فکر می کنین که خود جوانها هم مقصر نیستن در این مورد؟ خب هیچ وقتی ما از یک دید گفته نمیتونیم که همه فقط یک کس مقصر است. اینجا شاید که همه ما مقصر باشیم، اما مقصر اصلی حکومت ما هست. کونا هم آینه که دودی زده چشمشان دور بکنن و از این شخصیت ها و از این کادرها استفاده بکنن. امروز در کل مشکلات معمی است که جوانهایی که امروز ماستری دارن، دکترا دارن، واقعا عشق به وطن دارن، تلاش کردن، تحصیل کردن، امروز اونا در خانه هایشان نشسته هستند. اما کسایی امروز کرسی های دولت هم میگیرن، کونا چیزی در فکر ندارن
و اونا کدام پالیسی برای آینده افغانستان ندارن، کدام استراتژی برای آینده افغانستان ندارن. و این مشکل طبعا که معمولا مزنای حکومت میبینم و جوانا همواره کوشش میکنن. امروز ببین که سطح کانکور و سطح رایافتن محصلین به پنتونا چقدر شده و چقدر ما محصولای بی نتیجه داریم و چقدر محصولایی که ماها را سالها را آمادگی کانکور میخوانن اما باز هم وقتی که امتحان کانکور میتن بی نتیجه است. این از تاثیر بودنشان است و یگانه دلیلی که بالای ما جوانان امروز فکر ما را نارام ساختن، فکر ما را پاشان ساختن و این استراتژی حکومت های غرب است و حکومتی که پاکستان است نمیگذاره که جوانای فعال و جوانای روشن فکر و شاداب باشن و آینده افغانستان و حکومت افغانستان و دست خود بگیرن و با آینده این ملت امیدوار باشه. حالا ببین یک جنبندی داشته باشه بسان چه که تا حال گفتین. پیشنهادی که شما میکنین من حیث یک جوان چه هست؟ راهکاری که در زمینه بتونه مؤثر باشه و حداقل کاهش بده آنچه را که شما بی برنامگی میخوانین، آنچه را که عدم همکاری میخوانین، آنچه که عدم مساعد ساختن زمینه میخوانین، راهکار شما چی هست؟ خب راهکار مایی است که گفته های بیشتر از آن وقتی که وعده کردن حکومت وحدتی ملی باید به وعده های خود پابند باشن و اونا از نیروی جوانان زیادتر استفاده بکنن و یک هدفی که همه جوانان دارن اونا را در حکومت سهم بدن، اونا سهیم باشن در تصامیم حکومت و در قبال ای که کشورهایی که همجوار ما و هر گونه بالای ما تحمیل میکنن اینا هم بتوانن از حق خود، از حقوق خود و از درد دل مردم خود امروز بتوانن به تمام کسها برسانن. شما ببینین امروز اگر من خواهش دارم از حکومت افغانستان که راه پاکستان بند بکو و سفارت پاکستان امروز بند بکو. چرا سفارت پاکستان امروز بند بکو؟ آیا گزینه میتونه همین باشه؟ دلیل 70% ناامنی های افغانستان و بدبختی های جوان های امروز افغانستان ما از وقتی که مطالعه کردیم سر این مسئله پاکستان عدید داده چه زمانتی وجود داره که با بند شدن مسیر پاکستان یا مرز با پاکستان و در کنارش سفارت پاکستان این مشکلات حل شود؟ خب ما یک چیز دیگر را میخواییم برات بگویم که سالیان متمادی هست که ما جنگ های مرموز ممتد و فرساینده روبرو هستیم و هیچگاه خود ما آگاه نیستیم که تا چه وقتی جنگ ادامه خواهد پیدا بکنه و تا چه وقتی جنگ نقطه پایان بده. ببینین هر روز روز بروز اگر شما از سال 2005 به این طرف ببینیم وقتی که هر سال سپری میشه نسبت به سال دیگر به عنوان خونین ترین سال مسمى میشه، هی تابکه خونین ترین مسمى باشه و این تابکه ای درد دل جوان ها بید و این سیستم جوان های خود از دست بتیم و اون نیروی فیزیکی کشور ما را از دست بتیم. شما ببینین حضور بیش از 30 کشور حال حاضر امروز در افغانستان، چرا باز هم حکومت ما ناامن است؟ ممنون لطف کردی آقای مسعود زاهد فعال مدنی هستی که تشریف آوردی و حرفا و دردای دلت را داشتی. ممنون از خودت. دوباره برمیگردیم باز هم با دو مهمان دیگر ما اما پس از وقفه. بازم خوش آمدید. آقای عارف نوری فعال مدنی اینجا با ما هستند. در کنارشان آقای امیرعلم شریفی فعال مدنی. میخواییم در مورد واکنش فعالان مدنی بر حادثه اخیر کابل چهارشنبه که حالا رخ داد و گفته میشه که بیش از 80 تن کشته با 463 تن دیگر هم زخمی شدن بر اساس آمار حکومتی این چون این آمار ارائه شده، اما شهروندان این آمار را بلندتر از آنچه که حالا بیان میشه میگوین. میخوایم بیشتر با این دو بزرگوار در همین مورد بحث کنیم. خیلی خوش آمدین، ممنون از اینکه تشریف آوردین. آغاز بحث با شما آقای نوری، چه فکر میکنین عواملی که باعث شد که حالا رویداد چهارشنبه را داشته باشیم چه بوده میتونه؟ خب اول یک نکته باید تصحیح شود که ای آمار که شما ارائه کردین تا آنجایی که ما رفتیم از بیمارستان ها پرسان کردیم و مسئولین با ما شریک ساختن متاسفانه ارقام شهدا 80 نیست، اونا برا ما نزدیک به یا قرین به 200 گفتن و تعداد زخمی ها هم تقریبا از 600 بالاست. خب به هر حال یک بار دیگه اتحاف دعا داریم برای همه شهدا و استدعای شفای عاجل برای همه زخمی ها داریم. حادثه چهارشنبه که گذشت رویداد بسیار مرگبار و خونین بود که دنیا را شوکه ساخت.
از جغرافیای افغانستان فراتر نگاه بکنیم، شما دیدین که هنرپیشه های سینمای هند چگونه هم دردی نشان دادن و چقدر ازار تاسف کردن. فراتر از او پارلمان آسترالیا که دقایق را سکوت اختیار کردند و یاد سر خیلی خونین گفتند و یاد سر یعنی در واقع با الفاظ بسیار شدید تقبیه کردند. حادثه چهارشنبه که گذشت، یعنی رویداد خونبار چهارای زنبق، حداقل ما تصور میکنم که در یک سال یا دو سال اخیر بی پیشینه بوده، البته از لحاظ تلفات جانی. و این بدون شک هر انسان و هر کسی که ادعای انسانیت میکنه قلبش جریان‌دار ساخت. با او دلیل جامعه مدنی افغانستان، باشنده های کابل، شهروندان مسئولیت از دو روز و سی روز پس از حادثه تا حال در محل رویداد یا در گوشه های مختلف کابل تجمع کردند و با صدور قطعنامه ها این حمله را محکوم کردند و در کنار از این خواسته هایی را هم داشتند که انشاءالله در جریان بحث، چون ما به عنوان فعال جامعه مدنی اونجا حضور داشتم، باز در جریان بحث خواهیم گفت که در قطعنامه ما چی خواسته هایی داشتیم از حکومت که باز انشاءالله روی جزئیاتش خواهد پرداختیم. ممنون شریفی عزیز، حالا پرسش اینجاست که هر روز ما شاهد یک رویداد در یک گوشه ای از افغانستان هستیم. فکر میکنین تا کی این چنین موارد ادامه خواهد داشت و چرا باید این چنین مواردی را ما داشته باشیم؟ من حیث یک جوان، این چقدر تاثیر گذاشته روی روحی خودت و باورت در مورد کارکرد حکومت به نام وحدت ملی در حال حاضر چه هست؟ چه عامل باعث شد از دید خودت؟ با درود خدمت شما و عرض تسلیت دارم خدمت خانواده قربانی ها. همونطور که به همگان معلوم هست، تقریبا کمتر از 3 سال میشه که ما حکومتی به نام وحدت ملی داریم، یک حکومتی که نامشروع است. وقتی یک حکومت مشروعیت نداشته باشه، طبعا شما میبینید که حوادث خونینی اتفاق میفته. ما حوادث خونینی در رجال برجسته داشتیم، در بخش امنیت ملی افغانستان در 209 شاهین داشتیم و حمله خونین چهارشنبه را داشتیم. اینها همیش برمیگرده به انحصارگرایی در ارگ ریاست جمهوری افغانستان. اینها تمام صلاحیت ها را پیش خود حفظ کردن، وزرا صلاحیت کافی ندارن، در میدان های نبرد بر فرماندهان جنگ صلاحیت کافی داده نشده و این امر باعث از این شده که طالب ها با جرأت تر شوند و حملات خونینی را در پایتخت افغانستان انجام بدن. این حمله که روز چهارشنبه صورت گرفت یک حمله خونین بود و روی همه ما تاثیر گذاشت. ما شاید دورتر از کابل بودم، ولی ما درد مردم افغانستان می دیدم که چی می کشن و همه اندوه داشتن. ولی متاسفانه می بینیم که در داخل نظام کسایی هستند که از این طالب ها حمایت میکنن، با جرأت از طالب نام نمیبرن که طالب ها این حادثه را انجام دادن، میان شبکه حقانی و طالب و داعش جور میکنن، در حالی که اینها تمامش از یک خانواده هستند. حالا حقانی معاون رهبر هیبت الله است. هیچ منطقی جور در نمیاد که ما بگوییم که این حمله را حقانی انجام داده، چون حقانی پیوند مستقیم با طالب ها داره. این حمله را طالب ها کردن و نمیشه قباحت زدایی کرد از چهره طالبان. من فکر میکنم که واکنش های جامعه مدنی افغانستان که از هرات گرفته تا مزار تا کابل در چند روز صورت گرفت، تمام مردم این حمله را تقبیه کردن و محکوم کردن و امروز هم شهروندای کابل خودجوش به این راهپیمایی و میدان خواهند آمد، بدون از این که کدام حزب سیاسی رهبری بکنه، بدون از این که کدام تیکه‌داری داشته باشه. باز بحثا را ادامه میدیم که روی چه موضوعاتی. ممنون خنوری. حالا اطلاعات قبلی گفتم این شو در زمینه وجود داشته، گزارش های تایید نشده این وجود داره که حالا اطلاعات قبلی در زمینه وجود داشته، این که سفارت آلمان کارمندان
خارجی خود را یا آلمانی ها را از سفارت کشیده یا بیرون کرده برده به ولایت بلخ یا هم بیرون از افغانستان و کارمندان داخلی را رخصت کرده. با وجود این مورد چرا حداقل اقدامات پیشگیرانه در نظر گرفته نشده؟ دید شما؟ خب ما اول اجازه بدین که به یک نکته که اشاره شد گویا شبکه حقانی، خب در شک نیست که انس حقانی و حافظ رشید و مالی خان که از اعضای ارشد و تاثیرگذار شبکه حقانی است که از دو سال پای ما به طرف در بند امنیت ملی بود و تانوز محکمش هم صورت نگرفته و بدون از اینکه قضاوت علی صورت بگیره در بند امنیت ملی چنان زندانی های بسیار خطرناک هستند، اما بعد از اینکه بسیار فشارها وارد شد اینا رفتن در بگرام. اینا رابطه بسیار نزدیک با طالبا داره، یک بخش از سلطه های طالبا را اینا گرفته، چون آیسای عبید یک زمینه مساعد کرد برای اینا که حداقل با طالبا همسو باشه. اما در خصوص عملات مرگبار اینچنینی، یعنی چاره زنبق یا حمله بر دانشگاه امریکای افغانستان یا حمله بر رجال برجسته، اینا کلش شبکه حقانی سازماندهی کرده و طالبا مستقیم هیچ نه اطلاعات داشتن و نه دخیل بودن، فقط یک کاردونیشن بین آیسای پاکستان و شبکه حقانی صورت گرفته و عملی روز چهارشنبه هم فقط سازماندهی از شبکه حقانی است. اما اطلاعات قبلی در زمینه وجود داشته؟ زمینه وجود داشت، اطلاعات قسمی بود که برای از اینا گفته شده بود که به یک نوع کرولا می آیا و خدا فقط در در ورودی یا خروجی سفارت آلمان منفجر می سازه. این موتر مربوط به قسمی که گزارش را آریانا نیوز نشر کرد، اما اطلاعات تقریبا که ما گرفتیم از بعض منابع تقریبا همسان است. مربوط به آقای میروای سیاسینی عضو مجلس نمایندگان است و دیروز کماندان امنی هم گفت که هیچ تانکر بدونی که پیش ما سبت رازیتر باشد، نه در شهر کابل، نه در رحمه های کابل و نه حتی در ولسوالی هایی که با شهر کابل وصل است گشت گذار کرده میتونه. اما آقای فرمانده گفتن چند روز قبل، البته در روزی که حادثه روی داد در عصر همون روز، که حالا این تانکر رژه میرفته یک هست یک هفته به این سو در کابل و اینا تعقیبش هم میکردن. خب حالا یک سوال که ما هم دارم، خب این از اون قسمت گلبهار میدره، از اون دره که شما میدرهیدم سرک وزارت خارجه، اینجا یک کارت هم با خود میداشته باشه و همون چیک پوینت هایی که ساعت میکنه کارتش نشان میده و وقت که نزدیک میشه به سفارت چیز آلمان، ماموران امنیت ملی امره ایستا برش میده و ناگهان یادم سراسیمه میشه خودم منفجر میسازه. دوستی سفارت اتفاقا از این آگاهی داشتن و حتی میگن که آقای کرزه هم امول از آمادگی خود داشتن و برازو هم اطلاعات رسیده بوده و ای هم خود به نوع تدابیر خود گرفته بوده. خب متاسفانه سوال همینجا است که این چگونه وارد میشه از چک پوینت ها، چرا دقیق موارد صندوق و بازرسی قرار نمیگیره؟ دقیق پرسش ما همینجاست. حالا یک شهروند عادی که به این حد اطلاعات داره، یک نهاد امنیتی نمیتونه داشته باشه؟ خب دیروز اتفاقا برای آقای قماندان امین ما هم گفتیم که با برکناری دو سه تا صاحب منصبه که اونا بسیار به سطح پایین مسئولیت هایشان است، به حد تلاشی و به حد یک دستگیر یک مجرم متهم جنایی است، اما با این کار نمیشه و صلاحیت رد چنین مسائل یا بازپرسی چنین یک برنامه های کلان تروریستی از سطح و سویه فرماندهی پلیس تا معینت ها بالاست. ما گمان نزدیک به یقین ما ایست که شخص آقای استانگزه اطلاعات کافی داشت از این مسائل و اگر تلاش میکرد، تلاش جدی میکرد، واقعا به خون ملت، به خاک، به مردم کم ترحم میداشت، میتونست که جلوی این عملی خونینه به نحوی بگیره. همین قسمی که شما گفتین، اینجا یک سوال دیگه خلق میشه که از یک هفته زیر پایگرد است، پس در یک هفته با این کنها چطور نتونستن یا اسیر بگیرن و یا مانع شون؟ این سوال هایی است که به یک نحوه در عالی از افهام باقی مانده. آدم تعجب میکنه با امکانات وسیع، با امکانات که اینجا منابع بین المللی وجود داره و امکانات خود داخلی ما خیلی برجسته است و خیلی وسیع است،
اما اونا میتونن که فقط امی یک دو انتحاری را که اینا دسکیر کردن نیم تماما چی خدا خلاصه میکنن به این نه اتو فجایی کلان را باید نمانه شوند با وجود که اطلاعات قبلی وجود داره همکارای بین ملی و امرایشان همه هنگ است و میدونن که ساحه مشخص است که زیر تارگیت تروریست هاست اما باز هم بسیار براحتی میاد یک فجایی کلان خط میکنه این برای همه سوال برانگیز است در واقع آنچه را که آقای نوری اشاره کردن سه مورد خیلی عمده اطلاعات قبلی وجود داشته حتی مشخص بوده که کرولا بوده موتر کرولا میاد به درب خود را میکوبه و در کنار ازی حالا اطلاعات هم وجود داره که اینا میان با کارتی که دارن از دروازی که مسیرش به وزارت خارجه افغانستان اسرای وزارت خارجه افغانستان میاد به طرف سفارت آلمان و از این طریق انتقال میابه یایی که از این را عبور میکنه در کنار این حالا آقای کرزی هم اطلاعات داشته در زمینه و میتونست آقای استانگزی این حمله را حداقل مهار کنه برداشت شما در قدم نخست میخوایم یک نکته را باز تاکید بکنیم که حقانی جز طالباست و داعش هم جز طالبا اینها هیچ فرق ندارن فقط یک قباحت زدائیست است طالبا بگویند طالبا خوب است حقانی بد است همش بد است و همش طالب است در قسمت سوال بعدی بیاییم این که آقای استانگزی قبلا هم متهم بود که با طالبا همکاری داره و قتل استاد ربانی هم آقای عطانور جناب استانگزی متهم کرده بودن پس بنابراین وقتی میبینیم که حملات اینچنینی با این گستردگی وقتی انجام میشه در دوره تصدی آقای استانگزی این نشانگر است که آقای استانگزی با طالب ها دست داره و آقای نبیل چند روز پیش با یکی از رسانه ها گفتگو داشت متهم کرد شورای امنیت افغانستان که اینا کارشان رو به درستی پیش نمیبرند و حتی سخنانشان برمی آمد که آقای اطمر سردستی ستون پنجم هست و هر آنچه را بخواهیم اینو انجام میدن پس با این شکل وقتی ما میبینیم وضعیت پیش میره باید اینچنین اتفاق ها بیفته و صلاحیت ها گرفته شده هیچ کسی نمیتونه که صلاحیتش اعمال بکنه وزارت داخله صلاحیت تبدیل حتی امر وزیر نداره قماندان امری نداره تمام از اینا از شورای امنیت کاور میشن پس بنابراین این عملات تداوم خواهد پیدا کرد در صورتی که مردم بخیزن مانع همچو حملات شوند و تغییرات خواستار تغییرات بنیادی ده حکومت شوند حالا به مردم خواهیم پرداخت اما تا چه زمان باید تقبیح شود حکومت افغانستان میاید تقبیح میکنه این مورد را آقای غنی میگه که کار دشمنان مردم افغانستان هست و حمله چه قسمی هست و سایر موارد رئیس اجرایی افغانستان میگه که ما پاسخ خواهیم داد به مخالفان این چنین اظهارات چقدر میتونه درد مردم افغانستان را درد خانواده هایی را که حالا 80 خانواده خوانده میشه و به گفته آقای نوری بیش از 200 خانواده که گلیم غم عوار شده بر خانواده هایشون چقدر میتونه دردشان را دوا کنه این تقبیح کردن ها از 15 سال هست که دامه داره هیچ دردی را درمان نکردن الا ای که حکومت یک تصمیم قاطع بگیره بر سرکوب و نابودی دشمن های افغانستان که وارد از طالب ها باشه داعش باشه یا القاعده باشه یعنی هر اون چیزی گفته میشه در حد یک حرف هست؟ در حد یک حرف بوده و تا هنوز همی مسائل در حد حرف باقی مانده روز گذشته شما مصاحبه فرمانده امنی بدخشان دیدین که گفت که آقای رئیس جمهور برای ما گفته که شما در رمضان بالای طالب ها حمله نکنیم آتش بس باید باشه باز بعد از رمضان صحبت میکنه پس این نشانگر عزیز که طالبا قوت گرفتن میرن و حملات اینچنینی را انجام میتن امیدوار هستیم که با این خیزش هایی که امروز یا فردا ادامه پیدا میکنه خواسته ها جدی روی ازی باشه که عملیات های بسیار گسترده در سر تا سر افغانستان در مقابل طالب ها انجام شوه و صلاحیت های ویژه برای فرمانده های امنیت بر والیا داده شود تا ای که بتانند طالب ها را از بین ببرند در غیر از او ما با این محکوم کردن ها نمیتونیم امنیت تامین بکنیم و خواست دیگه ما از شهروندای کابل ای است که در قدم نخست ما باید همی چک هایی که به دور خانه های مقامات به دور ارگ ریاست جمهوری به نهادهای حکومتی است اینا را باید برچینند چون وقتی که اینا برچیده شد فشار آورده میشه روی امنیت
تا وقتی که اینها در خانه های خودشان محفوظ هستند، امنیت دارند، شهروندان افغانستان امنیت نخواهند داشت. و من تاکیدم است که امروز شهروندان باید تصمیم جدی در رابطه با برداشتن این چک ها داشته باشند تا بتانیم امنیت در کابل بیاریم. در غیر از او ما شاهد از این خاطر بودیم که شهروندان کشته خواهد شدند، اینها در خانه های خودشان امن باقی ماندند. ممنون. خوی نوری، حالا چرا از آنچه که هر روز اتفاق میفته در هر گوشه افغانستان درس گرفته نمیشه؟ پرسش شهروندان همین است. دید شما من حیث یکی از این شهروندان چیست؟ خب اول با بگذارید که یک بار دیگر تاکید بکنم که طالب، داعش و شبکه ها همه دارن یک عمل خشن را تعقیب میکنن و عبارت از کشتار و قتل عام و مزدوری است. اما شبکه حقانی یک شبکه تروریستی بسیار کلان است، در سطح دنیا فعالیت میکنه و منابع مالی بسیار بزرگتر و فراتر از طالبان است. با القاعده اینا همدست هستند و برنامه‌هایشان مشترک پیش میره. اما ریشه و اساسش که گفتم میشه یکیست یا هم بنیاد تشکیلشان که یکیست؟ بنیاد تشکیلشان یکیست، اما برنامه‌ها متفاوت است. شما بخشی از یک خانواده هم. بخش یک خانواده است. من قسم گفتم که فقط اینا دارن یک عمله تعقیب میکنن، اما برنامه ها متفاوت است. برای طالب موقع در یک برنامه، البته هیچ کدام اجنه کدام خوبی خاصی ندارن. اینا همیشان انسان های جهنمی، همیشان مزدور، همیشان نوکر هستن، اینا قاتل هستن بنا زیر نام جهاد، نمیفهم مذهب، دین، اعمال را اینا چیز میکنن که شما نه در گذشته کدام مذهبی اینا را چنین اعمال را دیدین و نه بعد از این. من اصلا مذهب طالب یک مذهب خوارجی بیش نیست یا از شبکه های قنیم امیل توریست هایی که زیر نام جهاد فعالیت میکنه. اما شروع درست گرفته میشه. اما سوال امینجاست که متاسفانه اما قسمی که گفته شد سکتور امنیتی ما در انحصاری قومی شده. شما ببینید یک کسی میاد در رأس ریاست عمومی امنیت ملی که یک دگروال بوده و گذشتهش هم در شورای صلح کار کرده، در دفاتر یوناما و منابع خارجی کار کرده، یا وزارت دفاع را شما دیدین کسی که هر بار اعتراضات علیه از بود که هر ارزگاهی که ببینید چشماش به خواب است. این کسایی که در رأس نهادهای مهم امنیتی بیایه، خب نهادهای امنیتی تقسیم میشن متاسفانه. ببینید در رأس معاونت‌های یا معاونت‌های امنیت ملی کی آمد؟ جوان های آمدن که یک روز هم اینا سلا نگرفتن، یک روز هم از درس جنگ و لوایی جنگ اینا مرور نکردن. اینا میان در رسم معاونت های وزارت های بسیار کلیدی امنیتی. پس چی توقع داشت از این کشور که اینا بتونن امنیت را تامین بکنن؟ پس ضعف اینجاست. اما مردم چه کرده میتونن در این چنین وضعیتی؟ شما از تجمعات یاد کردین و قطعنامه ای را گفتین، ذکر خاطر کردیم که چه گپایی را داشتیم در او. قطعنامه شما از چه قرار بود؟ خب ما چند تا خاص مشخص داشتیم و امروز هم یک قیام ملی مدنی است که به طرف حرکت خود کردیم. خواسته های ما مشخص بود. اولی که تمامی طالبایی که دیسکیر میشه آنان باید محکمش تای مرحله شوه، اینا باید به دار آویخته شوه. طالب اسیر این فجایع را به بار میاره، خصوصا انس حقانی، فرد کلیدی شبکه حقانی. و این آدم تماما امکانات برش معیاس، تماما امکاناتش برش تامین شده. میگن که در تلفنش وایبر، فیسبوک، تمام مسائل نصب است و این در میمخانی داره امنیت ملی نگهداری میشد. بعد از اینکه یک مقدار از تهدیدات هراسیدن و یک مقدار مداخلات صورت گرفت، بازناگزی را روان کردن در بگرام. خواست ما این بود که انس حقانی مشخصا با تماما اعضای شبکه حقانی اینا باید به دار آویخته شوه و مسئولین بی‌کفایت امنیتی نه تنها برکنار شوه، اینا باید روان شوه به میز محاکمه، باید اینا مورد بازپرسی قرار بگیرن و یک راهبرد مشخص باید داشته باشه رئیس جمهور در امر مبارزه با تروریسم. تنها با صدور حکم اعدام 11 تن نمیشه با درد هزاران خانواده ای که امروز در سوک نشستن و در کل ملت افغانستان به یک ماتم ملی فراخواند مداوا کرد. رئیس جمهور فقط بعد از این اگر ترحم نسبت به این ملت، نسبت به خون شهدا داره، یک فرمان صادر بکنه که فقط طالب زنده دستگیر نشه. این را میگن قاطعیت، این را میگن که مبارزه با تروریسم. خب 11 نفر، 5 نفر از این را گفتن که عضو طالب هاست، طالب هایی که در روسا ها علیه نیروی امنیتی جنگیدن،
دستگیر شدن امروز میرن وزیر دار، اون اونقدر نقشه کلیدی ندارن، اما میشد که حافظ رشید، مالی خان و انس حقانی، این سه تروریست بسیار خطرناک، یک تروریستی که اینا بسیار برنامه کلان را از داخل زندان تعریزی میکنن. من یقین کامل دارم که برنامه عملی چارای زنبق یا قطعه رجال برجسته یا دانشگاه امریکای افغانستان اینمی چون امکانات دارن دیگه، اینا تحریزی میکنن و فضا را برشان مساعد میشه، فضا برشان مساعد میشه، اینا معنی کار میکنن. باید اینی افراد اعدام شون، نه طالبی که با یک کلاشینکوف خود نه از ایدئولوژی چیزی میدانه و نه میفهمه که در عقب جنگ کیا قرار داره، اونا دستگیر میشن و من بدارای افتاده میشن. نتیجهش فقط اینمی که طالب ما اعدام کردیم، بس ملت خاک زدن است. آخرین حرف ما و شما هم آقای شریفی، اینکه رسانه‌های اجتماعی خیلی ها راحت به دسترس انس حقانی قرار داده میشه بر اساس گفتهای آقای نوری از یک طرف، و 11 تن اگر اعدام شوه، با وجودی که ارگ ریاست جمهوری تا حال این را تایید نکرده اما گفته میتونه اینجور این مورد وجود داشته باشه، فکر میکنید چقدر میتونه بسنده باشه و مسئولیت شهروندان؟ من اتفاقا امروز صبح وقتی رخنامه آقای نبیل دیدم، اونا تاکید کرده بودن به من که آقای انس حقانی خودش اعتراف کرده که ما در عملات تروریستی خیلی خطرناکی دست داریم و گفتن خود آقای انس گفته که ما جهاد کردیم، و قسمی که آقای نوری گفتن که اونا از تمام امکانات برخوردار هستن همون قسم است. ما میخواییم که سه نکته را بسیار کوتاه بگویم. در قدم نخستی که باید انس حقانی اعدام شود. در قدم دوم باید ما خواستار محاکمه حنیف اطمر و استانکزه شویم، و در قدم سوم ما باید سر دولت فشار بیاریم تا راهبردش را تغییر بده نسبت به طالبا که همون قتل طالبا و همون نابودی طالبا است. ممنونتون، لطف کردین آقایان شریفی و نوری ازی که تشریف آوردین، ممنون شما. که مهربان خدای پرما قدر من لیدونکو سلام، آغاز روز خبرونه ده تر لسو بجو پوری دوام لري. زاوز ما همکاران ساسو په چوپړ کې یو په دې لچ د خبرونه تر پای پوری لمخ سره وسی په بیلابلو موضوعاتو باندې لابلابلو میلمنو سره بحث او خبري اترې لرو. په سټوډیو کې ما سره خان زمان مدبر سیاسي شنون کې دی، دوی بعد تیری ورځې د ځانمرګي پریس په اړه چې له هغه وروسته یو زیات شمیر کسان پکې ووجل شپله او ټاپیان شول او همدارنګه د ټولو په کورونو کې تقریبا دغم ټغری وړو. بیا هم په همدې اړه ولسمشر له دغې پیښې وروسته حکم صادر کړی چې د حقانی شبکې او د کوټې شورا د یولس غړي چې په اوسنی مهال په زندان کې دي، دوی باید اعدام شي. حکم هم توشه شوی دی. حقانی شبکه د پاکستان تر ولکې لاندې وزیرستان کې ځالې لري او ویل کېږي چې غړي هم په پاکستان کې آزاد تګ راتګ کوي. د همدغه موضوع د بحث لپاره ښاغلی مدبر لمن سره په سټوډیو کې ده. له دوی څخه به نورې پوښتنې ګرمېګنې هم ولرو. ښاغلی مدبر تاسو ښه راغلاست. تشکر. در نخست عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همچنان خدمت تمامی برنده های برنامه آغاز روز. قبل از اینکه به سوالات شما پاسخ بدم یا برنامه را رسما آغاز بکنم، اجازه بدین به خاطر حادثه خطرناک و حادثه مرگبار روز چهارشنبه که در کابل اتفاق افتاد و جان صدها شهروندهای ما را گرفت، مراتب تسلیت و همدردی خود را به تمامی هموطنان عزیز خود و مخصوصا برای فامیل های شهدا و مجروحین ابراز بکنم. ما هم برای تمام شهدا از بارگاه خداوند متعال بهشتی برین، برای مجروحین شفای عاجل و همچنان برای فامیل های شهدا و مجروحین صبر جمیل و اجر جزیل خواهان هستم. دیروز خبرهای دست به دست می شد در شبکه‌های اجتماعی که گویا رئیس جمهور فرمان اعدام 11 تن از اعضای شبکه حقانی و طالبان را صادر کرده. بعداً فکر می‌کنم که ارگ ریاست جمهوری هم را تایید کردن، منبع موثق تایید کردن. این واقعاً یک تصمیم بسیار بجا و نیک است. مردم افغانستان از این اقدام رئیس جمهور حمایت و استقبال می‌کنه، ولی اجازه بدین که در خصوص این فرمان دو مسئله بسیار جدی و قابل بحث است، قابل تأمل است. اولی که سوال اساسی که ذهنی اکثریت شهروندان را با خود درگیر ساخته ای است که رئیس جمهور چرا این فرمان را بسیار با تعلیق و تأخیر صادر کرد؟ درست است؟
این اولین حمله انتحاری نیست که جان شهروندان ما رو میگیره و آخرین حمله انتحاری هم نخواهد بود. از زمان شکلگیری حکومت وحدت ملی تا اکنون ما شاهد اتفاق افتادن حملات بسیار مرگبار انتحاری بودیم در کابل و در سایر ولایات که جان هزاران شهروندان ما را گرفتند، که به عنوان مثال میتوان از حمله بالای جنبش روشنایی، از حمله بر قلی اردوی 209 شاهین، از حمله بر کارتی سخی، از اینا به عنوان مثال یاد کرد. و بحث دومی است که هنوز مردم افغانستان نسبت به این فرمان رئیس جمهور و نسبت به اراده رئیس جمهور بدید شک و تردید میبینه، به خاطر از اینکه رئیس جمهور خودش یک آدم شعارگرا هست، عملگرا نیست. ما از این فرمان ها و از این شعارها رئیس جمهور زیاد شاهد بودیم. رئیس جمهور چندین بار رقم شعارها و فرمان ها را صادر کرده، ولی بحث اساسی و سوال اساسی در تطبیق شدن و اراده قاطع رئیس جمهور است. هنوز مردم افغانستان به این دو مسئله بدید شک و تردید میبینن. خب فرض کنین که رئیس جمهور این فرمان را صادر کرده باشه و در این فرمان قاطعیت وجود داشته باشه، ولی مردم افغانستان در خصوص این فرمان خواهان چند مسئله بسیار جدی است. اول، توقع مردم افغانستان این هست که این فرمان هر چه عاجل و سریع باید عملی شوه. هیچ گونه تأخیری را مردم افغانستان در خصوص عملی شدن این فرمان نمیپذیره. دوم، مردم افغانستان به عنوان قربانیان اصلی حوادثی که در افغانستان اتفاق میفته خواهانی از این است که جنایتکاران جنگی و کسایی که از گروه طالبان و از شبکه حقانی در زندانهای افغانستان در رفاه و آسایش به سر میبرند، اینها باید در ملای عام و در محضر عام اعدام شوند تا پند و عبرت باشه برای کسای دیگه ای که دست به جنایت و خیانت در افغانستان میزنند. علنی باید اعدام شوند. و بس سوم، مردم افغانستان به عنوان شهروندای این کشور که دارای حقوق مساوی و به جای مساوی هستند، خواستشان از رئیس جمهوری است که همچو فرمان بالای سایر اعضای طالبان و شبکه حقانی که در داخل افغانستان به سر میبرند یا هم زندانی هستند، باید این فرمان بالای از اونام چی شوه؟ تطبیق و عملی شوه. در مجموع مردم افغانستان از این فرمان حمایت میکنه، از این فرمان استقبال میکنه، ولی باز هم تکرار میکنم که هنوز هم مردم افغانستان به اراده قاطع رئیس جمهور به خاطر مبارزه با تروریسم و همچنان به خاطر در مورد چگونگی عملی شدن این فرمان بدید شک و تردید میکنه. حالا مدبر پختن عدلت ده پا یولس و کسانو که چولس مشر دغه حکم صادر کړی دی او ټاکل شوی چې دغه کسان اعدام شي، هغه کس چې باید پکې ووسی او د افغانستان د خلکو غوښتنه هم هم ده چې د حقانی زوی چې هغه انیس حقانی دی، دا باید په دغه لس کې شامل وي، ځکه د ټولو حساسیتونه یې راو پرول. ولی ولس مشر دغه شخص په دغه لس کې شامل نه کړ. دقیقا در خصوص فرمان یکی از سوالاتی که بسیار اساسی مطرح است و جدا مطرح است که زمانی که ما با رهبرای تروریست‌ها، زمانی که ما با سران طالبان و تروریست‌ها به شکل جدی و قاطع مبارزه نکنیم، اونا را سرکوب نکنیم، چطور میتونیم با افراد عادی که عضویت گروه طالبان را داره با اونا چطور بتونیم که مبارزه بکنیم؟ سوال اساسی که در اینجا مطرح است است که چطور رئیس جمهور انس حقانی که در رأس رهبری یا در رأس مدیریت شبکه حقانی قرار داره، چطور نام از او در این لیست افزود نکرده که نام اعضای عادی شبکه حقانی را در این لیست اضافه کرده؟ این هم باید یک سوال برانگیز است. باید رئیس جمهور افغانستان بخوان مدبر آیا در دلیل که دایشی چی بوی حقانی یا در انیس حقانی دوسیه نهایی شوی نده؟ آیا در دلیل که دایشی؟ خب این خودش یک بحث حقوقی و قضایی هست. اگر واقعا امی 11 نفر مجرم نیستن، جنایتکار نیستن، چرا رئیس جمهور فرمان اعدام از اینا را صادر کردن؟ درست است؟ حتما از لحاظ قضایی و از لحاظ حقوقی اینا مجرم شناخته شدن، محاکم دربارشان فیصله کردن، اینها دوسیه‌شان نهایی هست که رئیس جمهور آمده فرمان اعدام از اینا را صادر کرده. در این شک وجود نداره که اینا جنایتکارا هستن، اینا خیانتکارا هستن، اینا دشمنان مردم افغانستان هستن. در این جای شک نیست که فرمان دوسیه از اینا تکمیل نشده باشه، دوسیه از اینا نهایی شده. انیس حقانی دوسیه و اینه در بشپاره شوی در غلط پاره پا در غلط سکنه در شامل شد؟ نخیر، این یک توجیه منطقی بوده نمیتونه. اگر کسایی به خاطر عدم افزود شدن نام انیس حقانی در این لیست
ایره توجیه بکنه که دوسیه زینه هایی نشده، یک توجیه غیر منطقی است و ما این توجیه رد میکنیم، نمیپذیریم. حالا مدبر رضای دید پدی باز که او چه سربیر پردی چه تاسو هم ویلی پا اکثر مواردو که دقیقه بول پیخی ترسر شویدی دالم رانه پیخه نده چه پا کابل که ترسر شو شا شهید پیخه هم دارنگ پا قرالولوم جماعت که کم پیخه چرا مسته شو پا اکثر مواردو که اما ول اسمشر حق دول اقدام چه باید ترسر کری وی نده ترسر کری داده چه شیخ کارندوی که وی آیا دقا دول اسمشر بپروی ده ملت پر ورانده یه دول واتن ده خلق و حکومت ترمز نرمسته که وی؟ خب من قبلا هم اشاره کردم که هنوز هم مردم افغانستان نسبت به رئیس جمهور به دید بی‌اعتمادی و شک و تردید می‌بینند، به خاطر از اینکه حمله روز چهارشنبه واقعا یک حمله خونین و حمله شنی بود. مردم فعلا در یک حالت خشمناک قرار دارند، هر لحظه احتمال اتفاق افتادن هر گونه رویداد هست. رئیس جمهور به خاطر از اینکه احساسات مردم را فروکش بکنه و به چشم مردم خاک بزنه این فرمان را صادر کرده و تا زمانی که فرمان عملی نشود، تطبیق نشود و جنایتکارایی که نامشان در این لیست اضافه شده تا زمانی که اینا در ملای عام و در محضر عام اعدام نشده، مردم به این فرمان و به اراده رئیس جمهور به دید و شک و تردید خواهد نگریست. اجازه بدین که مشکل اساسی که در افغانستان هست چی هست؟ مشکل اساسی که در افغانستان هست متاسفانه ای است که سران حکومت وحدت ملی و مخصوصا رئیس جمهور اراده قاطع به خاطر مبارزه با تروریسم و دهشت افغان ها و طالبان نداره. در افغانستان یک تعریف واضح و مشخص از منافع ملی، یک تعریف واضح و مشخص دوست و دشمن هنوز ایران نشده. هنوز که هنوز است، ما حتی کسایی که در داخل کابینه هستند اینها خودشون یک دید واحد و دید کلی در مورد دوست و دشمن افغانستان نداره. اینا نمیفهمن که واقعا کدام گروه دوست مردم افغانستان هستن، کدام گروه دشمن مردم افغانستان هستن. طالبان میان جنایت میکنن، خیانت میکنن، مردم افغانستان با خون میکشانن، ولی یک ایده خانم مدبر پختنم دل ترما سکیږي تر کله پوری به موګه د دوست او دښمن توپیر ونه شو کولای او د ته په تعریفونه لرو د ملي اوله د حکومت د عمر څخه دوه کاله نور پاتې دي، درې کاله تیر شو، موږ هیڅ په دې برخه کې واضح روښانه ستراتیژي او تګلار نه لرو. تر راتلونکو دوه کلونو پوری به موږ وشو کولای د دوست او دښمن تر وړاندې توپیر او فرق وکړو. با توجه به اینکه در دو نیم سال یا در تقریبا در 3 سال که از عمر حکومت وحدت ملی میگذره هیچ گونه اقدام عملی در راستای مبارزه با تروریسم و در راستای سرکوب کردن طالبا و توریستا از طرف رئیس جمهور و رئیس اجرایی صورت نگرفته و حلقات خاص و دستهای بسیار خاصی در داخل حکومت به خاطر تقویه و حمایت از توریستا کار میکنه. با توجه به این مسئله ما گفته میتونیم که هیچ امیدی از حکومت وحدت ملی نیست که در راستای مبارزه با تروریسم و سرکوب توریستا در دو سالی که دیگه باقی مانده انجام شود. حالا مدبر علاقات تیم اشاره وکردند دغه علاقات تاسو په نظر څوک دی؟ ستون پنځم ستنه چې همیشه ویل کیږي دغه کسان ولې نفشه کیږي دغه په دغه پیښه کې چې لري دغه کسانو لاسونه وی او په دوی باندې ثابت شي، آیا د حکومت لخوا به دوی محاکمه ته کشي؟ متاسفانه دست های بسیار واضح و آشکار به شکل سیستماتیک در داخل حکومت کار میکنند که اینها را به نام ستون پنجمه ها ما یاد میکنیم. تا زمانی که این ستون پنجمه ها توسط حکومت شناسایی نشوه، به دادگاه کشانده نشوه و از وظایفشان برکنار نشوه، ما و شما هیچ وقت شاهد آمدن صلح و امنیت واقعی در افغانستان نخواهد بودیم. خواست مردم افغانستان و توقع مردم افغانستان، باز هم تاکید میکنم، به عنوان قربانیای اصلی حوادث ناگواری که در افغانستان اتفاق میفته از رئیس جمهور و رئیس اجرایی ای است که اراده شان را در راستای مبارزه با تروریسم و افرادگرایی و طالبا تقویت ببخشند و کسایی که در داخل حکومت در اون حکومتیا کسایی که به عنوان سطور پنجم یاد میشن اینا به نحوی به طور مستقیم و غیر مستقیم از طالبا و تروریست‌ها حمایت میکنه، باید دست از اینا از قدرت گرفته شوه و اینا باید به محکمه معرفی شوه و از قدرت کنار. حالا مدبر تر هغه وخت چې موږ 15 مستنه ولر او جاسوسان وی او دلته د بهرنوی هیوادونو پلانونه دلته د 15 مستنه لخوا عملی شي، آیا موږ امنیتي ارګانونه او همدارنګ استخبارات کولای شي د دغه ډول پیښو مخنیوي وکړي او سوله او ثبات په افغانستان کې تضمین شي؟ خب مشکل اساسی دیگه که در افغانستان وجود داره است متاسفانه نهادهای امنیتی شدیداً سیاسی شده. نهادهای امنیتی عملکردهایشان، تصامیمشان، برخوردهایشان ملی نیست، بر اساس مصلحت‌های سیاسی و بر اساس منافع سیاسی حلقات و گروه خاص هستند. شما در نهادهای امنیتی هیچ گونه
تصمیم قاطعی و هیچ گونه اراده قاطعی را که نمایانگر تضعیف کردن نیروی دشمن یا نمایانگر تضعیف کردن گروه طالبان و تروریست باشه ما نمیبینیم. متاسفانه فعلا حتی در ارگ ریاست جمهوری، در شورای امنیت، در نهادهای امنیتی و در نهادهای استخباراتی افغانستان دشمن نفوذ کرده. نماینده طالبان وجود داره، نماینده داعش وجود داره، نماینده حقانی وجود داره، حتی در ارگ ریاست جمهوری دست‌های بسیار به شکل سیستماتیک، بسیار به شکل پیچیده عمل میکنه تا به نحوی از طالبان و از شبکه حقانی و از سایر گروه‌های تروریستی در افغانستان حمایت بکنه و قربانی را مردم افغانستان بدن. خانم دبیر واسه ولسمشر تاسو کول پکړی فکر کوي ولسمشر بل دغه پیخي ورسته چرول خبرګونونه وخی او چرول پلانونه به تل اسلاند ونیسی تر ټول دغه ډول پیخو څخه مخنیوي وشي. خب مردم افغانستان فعلا در یک شرایط بسیار حاد و حساس قرار گرفته. خواست مردم افغانستان از رئیس جمهور و از رئیس اجرایی دو چیز هست، یا اراده ایشان را به خاطر مبارزه با تروریسم و طالبان تقویت ببخشند، ارادهشان را قوی بسازن به خاطر نابودی تروریسم، به خاطر نابودی طالبان و به خاطر نابودی شبکه حقانی واقعا مبارزه جدی بکنه، و یا هم اگر در وجود از اینها چیزی به نام وجدان سیاسی و غیرت سیاسی وجود داشته باشه بیایه بسیار احترامانه استعفا بده و به خاطر کمکاری هایی که صورت گرفته و به خاطر ناکاری هایی که صورت گرفته و به خاطر جنایاتی که اینا مرتکب شدن در 2.5 سال اخیر در افغانستان باید از مردم افغانستان معذرت بخواه. و خاص دیگه مردم افغانستان از جامعه جهانی است. دقیقاً جامعه جهانی به عنوان حامی مالی و سیاسی مردم افغانستان و کشور افغانستان میتونه یک نقش بسیار خاص را در اینجا بازی بکنه. خاص مردم افغانستان از جامعه جهانی و مخصوصاً آمریکایی است که یا حکومت افغانستان را از طریق فشارهای سیاسی متقاعد بسازن که اراده سیاسی داشته باشه، واقعا به مردم افغانستان خدمت بکنه، دیگه ظلم و جنایت در افغانستان روا نداره، و یا هم حمایت مالی و حمایت‌های مشورتی تان را بالای حکومت افغانستان قطع بکنین تا حکومت خودشان مجبور شود که به خواسته های برحق مردم تن بده. فکر کوی کوم امراسی چې نړیواله ټولنه وصله افغانستان سره کوي او جاری ساتلې دي، دغه امراسی قطع شي زموږ حکومت به په خپل ځان تکیه وکړي، تکیه کولای شي په خپل ایواز سر باندې. خب من مطمئن هستم زمانی که جامعه جهانی به رهبری آمریکا بالای سران حکومت وحدت ملی فشار بیارن که حکومتداری خوب را ترویج بسازه، حکومتشان را خوب بسازه، به خواسته های برحق مردم پاسخ مثبت بده، با تروریسم و افرادگرایی و گروه های تروریستی مبارزه بکنه، اگر این فشار لازم آورده شد حکومت افغانستان طبعا تن میده به خواسته های برحق مردم. ولی متاسفانه چی در سطح ملی و چی در سطح بین المللی یک اراده قاطع و یک اراده بسیار جدی به خاطر مبارزه با تروریسم وجود نداره. مسئله تروریسم تنها بودی داخلی نداره، مسئله تروریسم و گروه های افراطی بحث های خارجی هم داره، ابعاد خارجی هم داره. متاسفانه همون رقمی که در داخل افغانستان گروه ها و حلقات خاصی در داخل حکومت از طالبا و از داعش حمایت میکنه، همون رقم در خارج از افغانستان بیرون از مرزهای افغانستان کشورهای خاص مخصوصا پاکستان و عربستان به خاطر تقویت و حمایت از تروریست همیشه پول مصرف میکنه، همیشه مراکز ترویج فرهنگ افرادگرایی و خشونت و تروریست در خود جای میته و تروریست ها را تربیه میکنه و به افغانستان روان میکنه. تا زمانی که در سطح ملی و در سطح بین المللی یک اجماع ملی و اجماع بین المللی به خاطر مبارزه با تروریسم و دهشت افغانی و تروریست ها شکل نگیره و کشورهای مختلف دنیا در سطح منطقه و جهان به پدیده تروریسم، افرادگرایی، خشونت اینها به عنوان یک تهدید مشترک نبینن، ما شما شاهد آمدن صلح در افغانستان و در سایر کشورها نخواهد بودیم. حال مدبر بیا هم رازو د ولسمشر حکم ته لدغه پیخ وروسته کله چې ولسمشر دغه تصمیم نسی د خلکو غوښتنه هم پاندی باندې نه ختمیږي، خلک له ولسمشر څخه نورې تمې هم لري، ځینې مکسان دا وایي چې هغه ترهګر چې په زندانونو کې دي دوی باید له یو سره اعدام شي، مخصوصا د دغه رژیم مبارک میاشتې په لړ کې چې تقریبا شل ورځې پنځه ورځې پاتې دي. فکر کوي ولسمشر باید د افغانستان د خلکو غوښتنه خب فعلا رئیس جمهور در یک آزمون بسیار بزرگ قرار داره. فرمانی که صادر کرده مبنی بر اعدام شدن 11 نفر از گروه طالبان و شبکه حقانی خودش یک امتحان بسیار بزرگ است. اگر واقعا رئیس جمهور اراده قاطع و اراده بسیار جدی به خاطر سرکوب کردن طالبان داشته باشه
اگر می خواهی که واقعا اعتماد مردم افغانستان را به خود جلب بکنه، باید هرچه عاجل فرمان عملی شوه و این جنایتکارایی که در زندانهای افغانستان در آسایش و رفاه به سر میبرند به نام زندانی های سیاسی، اینا خودش پروسه های بسیار پیچیده سیاسی هست، فقط خاک زدن به چشم مردم افغانستان هست. رئیس جمهور بیایه این فرمان را هرچه عاجل عملی بکنه، این جنایتکارا را در ملای عام اعدام بکنه و عین فرمان را برای کسانی که سایر گروه تروریستی از گروه طالبان و از گروه شبکه حقانی در زندان‌های افغانستان به سر می‌بره، عین فرمان باید بالایشان صادر شود و اجرا شود. یو نهای مالا نکول تاسونا. تشکر. قدر من لیدون که خان زمان مدبر سیاسی شنون که مصرف استیدیو که بود در ولس مشور در فرمان پا عرش تیر ورز ولس مشور پریک رو بکرشی در لپیخ وروس چه تقریبا لسلو کسان پا که زیاد رو بجل شوال اول شپکس اونه دیر زیاد پا که تپیان شوال پریک رو بکرش در حقانی شبقی یول از خری ادام شی پا دی موضوع باندی مک بحث سر لو دوست مک خبرونه بل موضوع او بل میل مصر دوام لری تر لندی دمی وروس تا سلام و صبح شما بخیر. من افسون محمدی در نیم ساعت برنامه آغاز روز با شما هستم. در این لحظات برنامه آغاز روز روی حمله چهارشنبه چهارای زنبق بحث و بررسی داریم و اینکه حمله روز چهارشنبه چهارای زنبق یکی از خونبارترین حملات مثل حمله باقرالعلوم شاه شهید شهر کابل و همچنان یکی از حملات که در جنبش روشنی اتفاق افتاد محسوب می شود و حکومت با تکرار حرف فایش این حمله را تقبیح کرد و حالا با در واکنش به این حمله روز گذشته حکم اعدام 11 تن از شبکه استخبارات حقانی را صادر کرد و چرا حکومت پس از اتفاق افتادن چنین حملات دست به کار می شود و بعد از اینکه تلف شدن جان هزاران مسلمان در ماه مبارک رمضان دست به چنین کار می زند و چرا و تا چه زمان پس از اتفاق افتادن این گونه حملات حکومت تکان بخوره و دست به کار شوه و اینکه در واکنش به این حمله رئیس جمهور حکم اعدام 11 تن را صادر کرد و البته حکم اعدام 11 تن در حال مطرح شد که ریاست امنیت ملی گفت که این حمله از سوی استخبارات پاکستان طرح‌ریزی شده بود و حالا سوال پرسش اساسی اینجا مطرح میشه که با وجودی که افغانستان همواره پاکستان را تمویل کننده دهشت افغانان عنوان میکرد، حالا تا چی حد نزد جهانیان و روشن شده و واکنش جامعه جهانی در قبال پاکستان چی خواهد بود؟ بر بحث بیشتر در همین مورد سید قریب‌الله سادات آگاه سیاسی و سید احمد حیران سخنگوی حزب ملت متحد افغانستان را با خود داریم. مهمان عزیز سلام بر شما و بسیار زیاد خوش آمدین. آقای سادات نخست از شما آغاز میکنیم. حالا با اتفاق اینچنین حملات تکاندهنده بارها حکومت ایره واکنش نشان میده و او را تقبیح میکنه و ما ناگزیر هستیم سوالات خود را تکرار کنیم و اینکه مشکل اساسی در کجاست؟ در ساختار، ضعف مدیریتی، سهلنگاری، غفلت وظیفه و یا هم آگاهی نداشتن از اینچنین حملات؟ به نام یاد خدای بزرگ، با درود و سلام خدمت شما، خدمت تمام بیننده های عزیز. بازم پیام تسلیت دارم خدمت خانواده های عزیز شهدا، بر شهدا بهشت برین و بر زخمی ها شفا عاجل از خداوند خواهانم. نه تنها زخمی هایی که فعلا به یاد سر اتفاق افتاده، بلکه تمام زخمی هایی که در افغانستان در این جنگ های تحمیلی زخمی شدن، خداوند برشان شفا عاجل بده. البته سوال شما و جواب که همیشه هر روز این سوال ها و جواب ها تکراری است بر ملت، بر مردم، واقعا شنیدن از این سوال ها خسته کن شدن. دیگر نمیخواین مردم تنها بشنوند و تنها به اصطلاح نظارگر مرگ خود باشند. ملت شریف افغانستان البته که نه نان میخواهد و نه کار از دولت، و دولت هم در بدترین شرایط در انتخابات شرکت کردند، دولت را تشکیل دادند. این ملت قابل تقدیر است، قابل ستایش است، قابل ازی است که ملت احترام شود. در اکثریت کشورهای جهان ملت ها دولت کار میخواهد، غذا میخواهد،
خدمات میخواد. اما در افغانستان متاسفانه دولت ما نه تنها دولت، دولت‌های قبلی در طول 40 سال برای ملت هیچ نوع خدمات ارائه نتونستن، بلکه چیزی که اینا مستحق ایجاد فضای صلح هست در او هم عاجز مانده. اما علت اصلی ازی باید پیدا شد. علت اصلی ازی است که جنگ‌های تحمیلی 40 ساله تقریبا ما را به یک کشور تبدیل کرده که تمام شبکه‌های استخباراتی و شبکه‌های کسایی که میخواد دوام جنگ در دنیا میخواد در افغانستان جای گرفتن و این یک نوع پروژه شده که حالا دولت افغانستان مثل ازی که یک مریض به حالت خیلی بد تبدیل شوه، اکثریت دکترها یا متخصصین هم تداوی از او عاجز میمانه که دولت فعلی ما هم عاجز مانده. چرا که از یک طرف ما مشکلات اقتصادی داریم، از دیگر طرف مشکلات اجتماعی داریم و از دیگر طرف دوستایی که با ما تعهد کردند مثل اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا با دولت افغانستان، اینا در دوستیشان صادق نیستن. چرا صادق نیستن؟ وقتی که اینا تمام مسائل قضای دنیا را میفهمند، مشکلات خودشان را میفهمند، اسامه بن لادن هم میره در کوههای چترال و نمیفهم در بین جنگل ها پیدا میکنن یک نفره، آیا ایالات متحده امریکا یا شبکه های دیگه ای که در اینجا فعلا 15 یا 20 شبکه اطلاعاتی که فعال هستن نمیفهمن که امی حادثه و این واقع چطور اتفاق افتاد، در حالی که بر دولت اینا راپور میدن که یکی از تانکر یا یک واسطه چند روز میشه که در شهر کابل داخل شده و شاید کدام حادثه یا اتفاق بیفته، سفارت جرمنی خالی میشه، یک نفر از اعضای سفارت جرمنی در حادثه تلف نمیشه، کمپیگر خالی میشه. چه دلیلی است که دولت افغانستان آقای صادق مشکل اساسی در چیست؟ مشکل اساسی در این است که دولت افغانستان در رابطه با می اتفاق که فعلا افتیده و ایره باید آخرین و اولین حادثه فکر نکند، اتفاقات خدای نخواسته بدتر از ایره ما باید متوجه باشیم که اتفاق نفته. چی است؟ چیزی که مهم است فعلا دولت افغانستان باید یک دفعه دوباره بگرده و پشت سر خود نگاه بکنه، متحدین بین المللی خود باش مشوره بکنه که ما چه باید بکنیم. اگر مشکل با پاکستان است، با پاکستان با منطق صحبت شود، اقدامات عجولانه یا بعضی کارهایی که ما بریم به اصطلاح با پاکستان به اصطلاح جنگ کنیم یا غالمغال کنیم یا حرفای بیهوده بزنیم، و جای از این برای جامعه بین المللی مراجعه بکنن. اگر از طریق پاکستان همی اتفاقات را که ما دمی طول چندین سال صدا میکنیم چرا صدای ما شنیده نمیشه؟ اگر ما با ایالات متحده امریکا قرارداد بستیم، قرارداد امنیتی بستیم، یم یکی جزی از قراردادهای امنیتی افغانستان است که خاک افغانستان از طریق خاک پاکستان زیر موشک و راکت قرار میگیره، از خاک پاکستان ما ادعا داریم که مواد منفجره داخل افغانستان میشه، امی اتفاقات و حادثات از خاک پاکستان مدیریت میشه، چرا با ایالات متحده امریکا که یکی از متحدین سرسخت پاکستان است، امریکا باید افغانستان قربانی نکند؟ به خاطر دوستی با پاکستان یا رقابت با چین و هند افغانستان قربانی بر پاکستان نسازه. پس در این رابطه دولت افغانستان تصمیم میگیره با ایالات متحده امریکا که یکی از شرکای استراتژیک است، یکی از کسایی است که با افغانستان قرارداد امنیتی بسته، در این رابطه باید دولت افغانستان تجدید نظر کنه. میخوایم یک چیز رو بگم، اما جرأتمندانه مثل که رئیس جمهور 500 میلیون دلار پول پاکستان رد کرد، گفت ما پول رو نمیخوایم که شما از یک طرف به اصطلاح بر ما بم صادر میکنه، از دیگر طرف بر ما مواد ساختمانی در این بدل از این کار ما نمیکنیم. اگر آمریکا هم با می بازی دوگانه شان که از یک طرف به اصطلاح قرارداد امنیتی بسته، از دیگر طرف هم با قرارداد امنیتی خود پابند نیست، دولت افغانستان واضح باش بشینه بگوید که آیا از ما چی میخوایی؟ اگر چیزی از ما میخوایی بیشتر از این هم بفرما. شما چی فکر میکنید هدف از این کار آمریکا چی بوده میتونه؟ هدف آمریکا ای است که بی‌توجهی میکنند. آمریکا چرا بی‌توجهی بکنه در رابطه با قضای افغانستان؟ جنگ در افغانستان امکانات داد به پاکستان، جنگ در افغانستان تقویه میشد پاکستان، اصلا در قضیه ای که سعودی رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در رابطه با پاکستان سکوت کرد،
یعنی چیزی نگفت، نه به نفعش گفت نه به ضرر پاکستان، در حالی که میفهمد که یکی از عاملین بی‌ثباتی منطقه حالا پاکستان شده. اگر در هر طرف ببینید، اگر هند است، اگر چین است، اگر افغانستان است، اگر ایران است و حتی کشورهای آسیای میانه هم از دست کردار یا رفتار به اصطلاح کارهای پاکستان به تکلیف است و شکایت دارند. تشکر. آقای حیران، حالا بارها افغانستان پاکستان را تمویل کننده دهشت افغانان و یکی از عوامل بی‌ثباتی در افغانستان میدانست. حالا ریاست امنیت ملی هم گفت که این حمله از سوی پاکستان، استخبارات پاکستان تریزی شده بود. فکر میکنید چقدر نزد جهانیان این واضح شده و واکنش جامعه جهانی چی بوده میتونه در قبال پاکستان چی خواهد باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما و بینندگان تلویزیون آریانا نیوز. ببینید، یک بود قضیه حادثه خونین مرگبار کابل بود که ما بارها دیدیم که ریاست امنیت ملی، مسئولین استخباراتی، مسئولین دفاعی و نیروهای امنیتی ما به خاطر که ضعف وظیفوی خود، غفلت وظیفوی خود پنهان بسازن، موضوع راجع به پاکستان میکنه و حقانی میکنه. یک سوالی که به ما و به مردم افغانستان خلق است، یعنی شما فکر میکنید ضعف در داخل خود حکومت است؟ 100% ضعف در داخل مردم افغانستان است، ضعف در داخل نظام افغانستان است، نظام فراقانونی، نظام که به اساس رأی مردم افغانستان این نظام حکومتی تشکیل نشده و این نظام به ما مشروعیت حقوقی و قانونی و سیاسی نداشته. بارهایی را گفتیم، یک دور حدود 200-300 خانواده اختطافگرهای سیاسی که در رأس قدرت هستند در طول 1.5 دهه گذشته خون مردم افغانستان، این همی کسایی که امروز در قدرت هستند، اینا را اختاندن، مال مردم افغانستان را چور کردند، در خارج سرمایه گذاری به نام پولی که به خاطر مردم افغانستان آمده اینا کلش اختلاس کردند. از این کسا ما توقع نداریم. ما هدف ما چی است؟ ما میگیم که امنیت ملی وقتی میفهمد که شبکه حقانی یک پروگرام خونین طراحی میکنه، آیسای طراحی میکنه، چرا از این جلوگیری نمیشه؟ کیها هستند که در داخل نزدیکی 200 متری هر یک تانکر مواد انفجاری اونجا داخل میشه و شما باز بیشرمانه میگین که ما قبلا آگاهی داشتیم. آگاهی داشتیم، جلوگیریش چرا یک بار نه، دو بار نه، در صدها بار دشمن هر دفعه در عملیات خود کامیاب است، خون مردم افغانستان میریزانه و اینا میخیزن بیشرمانه. خصوصا سخنگویای گفتهای وجود داره که دستهایی از داخل خود نظام است. نظر شما در این مورد چیست؟ کی کدام دست است؟ چرا میره جرأت نمیکنن؟ وظیفه حکومت دارا چی است؟ جرأت بکنن به مردم افغانستان بگوین که خائنین ملی که در قتل مردم افغانستان دست داره احمد و محمود و فلانی و فلانی است. دستار ما میگیم که دستا وجود داره، ما میگیم که خودشان دخیل است. ما میگیم مردم افغانستان که هر فردی کشور کشته میشه، یک طرف اگر طالب جنایتکار است، در دیگر طرف حکومت جنایتکار است، در این قتل شریک هستند. اگر شریک نیستن نمیتونن استعفا بدن آبرومندانه. بگین که نمیتونیم بانن قتل رجال بس که افغانستان حکومت توانایی را نداره که او کسایی که دست دارن اونا را معرفی بکنه و اونا را به محاکمه بکشانه؟ که ندارن. ما گفتم که اگر توانایی ندارن استعفا بدن، بانن یک کسی دیگی تواناتر از یا بیاین و امور از این مملکت در دست خود بگیرن. کسایی فعلا در رأس قدرت قرار دارن که هیچ مشروعیت حقوقی نداره. قانون اساسی افغانستان همی سران حکومت وحدت ملی نقض کرده، ناقضین قانون در قدم اول همی است، حکومت فرا قانونی به فرمایش خارجی ها سر ما حاکم شده و ما مردم افغانستان بدبختانه که تا هنوز ملت هم نیستیم، ما مردم هستیم که غافل هستیم. ما مردم هستیم اگر در همین حالتی که فعلا قرار داریم، قرار داشته باشیم، کشته میشیم. 1.5 دهه کشته شدیم به نام دموکراسی که بدبختانه ما دموکراسی رو تمثیل کرده نمیتونیم. ما 7 میلیون رای برآمدیم، رای دادیم، از 7 میلیون رای خود دفاع کرده نتونستیم. یک خارجی، یک کافر ضد اسلام آمد و در سر مردم افغانستان دو تا عین و غین حاکم ساخت و ما نتونستیم که حداقل از حق خود دفاع بکنیم. رایش این نیست که ما بشینیم، رایش این نیست که حکومت بشینه در مقابل کنش خونین واکنش مقطعی نشان بده. رایش این است که حکومت یک پالیسی دوامدار داشته باشه و رایشی است که مردم افغانستان
ملت که اگر واقعا ملت به این حکومت رای داده، این حکومت باید کنترل بکنه، از این حکومت امورش باید بررسی بکنه. ما مسئولیت نداریم که در هر 5 سال برای مو رای بتیم و بشینیم در خانه خود بگیم که الله بلا بگردن ملا. ما مسئولیت داریم که هر عملکرد حکومت بررسی بکنیم، نقد بکنیم، در مقابلش برایم و اینا را یا اصلاح بسازیم و یا یک کسی دیگر یا را وادار بسازیم که همین حکومت، همین قدرتی که در دستشان است، نمایندگی که از مردم افغانستان کرده نمیتواند، تمثیل اراده مردم افغانستان کرده نمیتواند، چی در بود داخلی چی در بود خارجی، ما باید فشار وارد بکنیم که اینا از وظیفه کنار برند و یک کسی دیگر جایش بیاید. حالا آقای صداد، تظاهراتی که صورت میگیره و صداهایی که بلند میشه، چی از سوی مردم چی از سوی نمایندگان مردم، پس هایا فکر میکنن در حکومت گوش شنوا و چشم بینا وجود داره که تا به داد مردم برسن؟ خب تظاهرات یا تجمعات یا اعتراضات به هر شکل که نامش بگیریم حق مسلم مردم است، یه حرکت های مدنی، ولی متاسفانه ما وقت زمان یه حرکت های خود شروع میکنیم که ما با یک اتفاق خیلی بزرگ مواجه میشیم. اگر ما قضیه را دنبال بکنیم در تمام ولایت افغانستان، خب طبیعی است که در کابل هر اتفاقی که میفتد بسیار یعنی خساراتش و اندازه تلفاتش به حد زیاد است، ازدحام زیاد است، اما ما شاهد تمام اتفاقات روزمره در تمام ولایت افغانستان هستیم. مثل چند روز پیش یک انفجار در ولایت خوست شد، دیروز در ولایت ننگرهار شد، چند روز پیش خطرناکتر از اتفاق کابل در ولایت بلخ شد و همچنین مثلا اتفاقات ما در قندوز و بغلان و خلاصه همه افغانستان داریم. اینا به تنها به گفتن ما و نشر اخبار شما نمیشد، باید این دولت رای گرفتد و اینا هم اصرار به ای دارند که ما باید یک دوره خود تکمیل بکنیم. اگر دوره تکمیل کردن به ای باشه که شما در امی زمامدارا در بین دیوارای کانکریتی امی دوره را تکمیل بکنند و بعد از این باز برایند و بر مردم بگند که ما خدمات را انجام دادیم و شما بیاین باز به ما رای بدن، ما میخوایم باز کاندیدیم، اینا یک خواب است و خیال، اشتباه میکنند. تنها ملت وقت اعتماد کرده میتواند که اینا بتوانند خدمات برای مردم به یک شکلی که قناعت مردم را فراهم بکنند. ما میفهمیم که افغانستان منابع داخلی ندارد، افغانستان وابسته به کمک های خارجی است، اما امکانات را که فعلا در اختیار دولت، جامعه جهانی، منابع داخلی افغانستان، نواید گمرکات یا بعضی منابع دیگر قرار داده، حداقل امیر به شکل درست مصرف بکنند. ما ریاست عمومی امنیت ملی داریم، اینا تشکیلات دارند، وزارت داخله داریم، وزارت دفاع داریم، اینا باید قطعات کشفشان، قطعات استخباراتشان حداقل جلسات دوامدار یا هفتوار داشته باشند. اینا فکر بکنن که چطور ما میتونیم جلو اتفاقات یا حادثات بگیریم. حالا ما از یک زون خود خطر داریم، یک زونی که مثلا زون شرق افغانستان است یا یک مقدار افغانستانی تو یک کشور نیست که ما با به پایتخت از 100 طرف سرک داشته باشیم یا از 4 تا سرک داره افغانستان. ببینید یک مملکت در این شرایط در قرن 21 4 تا سرک داره، یک سرک از شرق آمده، یک سرک از غرب آمده، یک سرک از شمال آمده، یک سرک هم از جنوب. اگر ما واقعا دقیق فکر کنیم، ما قل و اردوا داریم، ما قطعات استخباراتی خیلی کلان داریم، ما وزارت داخله با تمام تشکیلاتش داریم، اینا قطعات کشف دارن، قطعات استخبارات دارن، مسئولین دارن، ارکان حرب میگه ما داریم، پس به این خاطر اینا بیشینن مشترکن جلسات بگیرن، تدابیر پیشگیرانه باید داشته باشه، نه منتظر اتفاقات باشیم که ما وقتی که اتفاق افتاد باز مردم بخزن تظاهرات بکنن، باز دولت یک اقدام بسیار جزئی را بکنن، باز ما فراموش بکنیم، باز منتظر باشیم که اتفاق بعدی چی میفته. برای اتفاق بعدی هم ملت باید بیدار باشد و هم دولت باید کار خود و وظیفه خود انجام بده. در غیر از یعنی صداتاله به گفته برخی کارشناسان میگه که از دولت مردان ما فامیلیشان در خارج هستند، در خارج از افغانستان زندگی میکنند و خودشان هم در پشت دیوارهای کانکریتی پنهان میشن و هیچ درد به درد مردم رسیدگی نمیتونند. نظر شما در این مورد چیست؟ خب ببینید، ما اگر بعضی گپا رو خب با آدم چشم دید خودم با انکار نکنه، خانم رئیس جمهور دکتر صاحب اشرف غنی، خانم دکتر صاحب عبدالله یا فامیل دکتر صاحب عبدالله یا فامیل جناب
کرزی صاحب یا از رهبرای جهادی که ایجا از سیاست مدار اکثریت شان هستن، اما یک تعداد کسای دیگه ای که قبلا رفتن و حال فعلا آمدن نمیتونه یا مشکلات داره نظر لحاظ مهم نیست، مهمی است که هر کسی هر جای باشد باید وظیفه ای که برش سپرده میشد وظیفه خود با کمال صداقت ایمانداری انجام بده. شاید ابیج مؤسسات خارجی است، هیچ اصلا فامیل ندارن، تابعیت افغانستان نداره، اما با کمال صداقت ایمانداری اگر وظیفه منفی دارد یا وظیفه مثبت داره کار خود بر اداره خود انجام میده. اما متاسفانه ما افغانا در مجموع از کارهایی که بر ما سپاریده میشه شانه خالی کردیم و نتونستیم امو کار را که به ما سپاریده شده به شکل درست به اصطلاح تکمیل بکنیم. پس به این خاطر ملت افغانستان مایوس شدن، متاثر شدن، یعنی هر اتفاقی که هر روز میفته فاصله بین دولت و ملت بیشتر شده میره، رویه جوانا ضعیفتر شده میره، فرار فکرها بیشتر شده میره، یأس و نامیدی در دل مردم جای گرفته میره. این وظیفه چیه؟ وظیفه دولت است. دولت حالا نتونسته یک کارخانه را فعال بکنه برای جوانا کار ایجاد بکنه، دولت نتونسته که حداقل به شکل از اشکال بتونه مشکلات اجتماعی مردم حل بکنه. پس به این خاطر دولت نباید از انتقادات مردم ناراحت شود، باید خوشحال شوند که واقعا این ملت ملت بیدار است، این ملت ملت هوشیار است و این ملت ملت مستحق ازی است که ما شرایط برای یا مساعد بسازیم. البته میخوام که چیزی رو بگم، ما کشور فقیر نیستیم مثل کشورهای آفریقایی که با اون مشکلات اجتماعی به اصطلاح اقلیمی مواجه هستیم، ما کشور غنی هستیم. اگر ما با آمریکایی‌ها یا اروپایی‌ها یا کشورهای دیگه ما بگیم که درست است حضور شما رو میخوایم در افغانستان، حضور قانونمند مثل که قانون افغانستان لازم میدونه، افغانستان کشور اسلامی است، 99% مردم افغانستان مسلمان است بیشتر ازی، و ما میخوایم که حکومت اسلامی داشته باشیم مطابق قانون، مطابق شریعت و مطابق عرف عنانات خود ما، نه ای که ما به نام دموکراسی قربانی میشیم. ببینید ما و شما در طول 15 سال به نام دموکراسی مثل که دوست ما حرف یادآور شد، اگر ما در هر ولایت ما 5 نفر تلفات بگیریم روزانه در 34 ولایت افغانستان بیشتر از 800,000 تا 900 تا 1,000,000 ما قربانی برای دموکراسی دادیم در طول 15 سال. آیا دموکراسی ای که در افغانستان فعلا میخواد نهادی نشوه یا این دموکراسی؟ این دموکراسی امی ارزش داره که 1,000,000 انسان در این طلب شوه و این اتفاقات بده را که در افغانستان دور از انتظار است اتفاق بیفته؟ پس به این خاطر وظیفه دولت است، وظیفه زمامدارا است، وظیفه مسئولین سیاسی افغانستان است، وظیفه کسایی است که مثل امی که دکتر زلمه خلیلزاد یا مثل ستیز یا کسایی را موضوعات را که مطرح کرده بودند از آدرس های مجامع بین المللی، اینا را دولت ببینند که آیا پیشنهادات اونا یا لابیگری به نفع افغانستان که در آمریکا یا اروپا میکنن آیا از این سود برده میتونن یا نه، یا می شکلی که فعلا ما پروسه‌ای که فعلا دولت داری و زمامداری جریان داره فکر کنم یک پروسه خیلی ناکام است. رئیس جمهور 100 تا مشاور داره، دکتر صاحب عبدالله 50 تا مشاور داره، هر وزیر مشاور داره، یعنی این مشاورین و این وزیرا و این حکومت و این نظام و همه چیز به یک شکل خدای نخواسته کاغذی شده میره و هیچ شکل نداره. حکومت متاسفانه حکومت رسانه‌ای و فیسبوکی شده. تشکر آقای حیران. حالا در واکنش به این حمله رئیس جمهور حکم اعدام 11 تن از اعضای استخبارات پاکستان را صادر کرده، چرا حکومت قبل از اتفاق چنین حملات تلف شدن جان هزاران تن دست به چنین اقدام نزد و شدت این حملات تا چه زمان حکومت را تکان بده تا دست به کار شود؟ و در واکنش به این حمله فکر میکنید که حالا این حکم اعدام 11 تن چی پیامد به مخالفین داشته میتونه؟ این مشکل ما را حل کردن نمیتونه. اگر ما به صدها طالب اعدام بکنیم مشکل افغانستان یل کرده نمیتونه، بلکه حکومت به خاطر که اذهان عمومی مردم ضعف وظیفوی که اینا دارن، عدم تعهدی که به نسبت به مردم افغانستان و ملت افغانستان اینا دارن، وقتی که یک حادثه خونین انجام میشه و صورت میپذیره حکومت ناچار است که اذهان مردم مصروف نگه داره. همون خاطر است که اینا به خاطر پنهان کردن غفلت وظیفوی خود، ناکامی خود که مطلق در طول 3 سال گذشته حکومت وحدت ملی ناکام بوده، اراده مردم افغانستان تمثیل کرده نتانسته، چیزی را که مردم افغانستان میخواه اینا انجام داده نتانسته،
هر دفعه حکومت عوام فریبی کرده، خصوصا سران حکومت وحدت ملی دمی طول عمر گذشته خود به عوام فریبی سپری نمودن. 11 نفر از حقانی را آخه حیران شما... حکومت توانایش را نداشته؟ حکومت اینطور است که این حکومت بر اساس اراده مردم افغانستان به وجود نامده، این حکومت بر اساس اراده امریکایی ها به وجود آمده. شما در طول 3 سال گذشته یک نقد رئیس جمهور، یک موضع گیری رئیس جمهور از آدرس حکومت و ما یک کسی من حیث نمونه بگه که در مقابل امریکا داشته باشه. ما داشتیم امریکایی ها مردم افغانستان را بمبارمان کردن، خانه های ما را بمبارمان کردن. حداقل دکتر سیب اشرف غنی یک روزم نگفت ما پالیسی خارجی نداریم. چرا برادر حقانی که در زندان است، حقانی چرا در این لیست نیست؟ چون صلاحیتش این حکومت نداره. کسای این لیست به حکومت میده، آمریکایی‌ها برشون میگه که احمد و محمود اعدام بکو، حکم اعدامش صادر بکو. ما از حکومت توقع نداریم. همین مردم نیم بند خود، همین ملت غافل خود که هر روز کشته میشیم و بازم تحمل میکنیم. یا است که ما تحمل زیاد داریم یا است که ما غافل هستیم. ما فکر میکنیم که تحمل مردم افغانستان به سر رسیده، اما غفلتی که ما داریم به نام قوم که از یک گروه حمایت میکنیم، به نام مذهب که پشت یک تکه‌دارای سیاسی و تجارای سیاسی که امروز در رأس قدرت هستن ما را پراگنده ساخته، به نام مذهب، به نام ملت، به نام منطقه، به نام زبان، خواستم از مردم افغانستانی است که ما اگر یک تفکر واحد سیاسی رو به میان نیاریم، ما مردم یک اجماع ملی نداشته باشیم و این حکومت سرش فشار سیاسی و مدنی را وارد نکنیم و یا اینا رو وادار نسازیم که یا خواسته های ما را قبول بکنن یا از طریق لوی جرگه حکومت ناقانون خود که امروز دوام داره، ما قانون زیر تحمل کرده دیگه نمیتونیم، لوی جرگه برگزار شوه، حکومت به طبق خواست مردم افغانستان به کسایی سپرده شود که یک اداره موقت به وجود بیاید، انتخابات که 2 سال بعد برگزار میشه یک سال اداره موقت باشه، اگر امکانات بود انتخابات شود. خواستم از مردم افغانستان همی است که بسیج شود به خاطر منافع ملی تان. هر چیزی که در مقابل منافع ملی تان استادگی میکنه، هر کسی که استادگی میکنه در مقابلش استاد شود. این 15 سال به نام دموکراسی قربانی دادن، یک سال به خاطر ملی منافع ملی تان قربانی بدن، یک ماه به خاطر منافع ملی تو قربانی بدن. ما باور دارم اگر 5 میلیون انسان در کابل ما زندگی میکنیم، اگر از 5 میلیون ما 50,000ش منسجم شیم و در مقابل از این نظام فاسد استاد شیم، این مبارزه ما حتما رنگ میاره و حتما نتیجه مطلوبی که مردم افغانستان میخواهند به دست میارن. متاسفانه که ما به خاطر ملحوظات شخصی خود، ما شما پیشتر یادآوری کردن از جنبش روشنایی. جنبش روشنایی را انفجارت خود حکومت در دست داشت. وقتی که یک کسی میخواد که در مقابل حقوق خود تظاهرات به عمل بیاره، چرا حکومت ناتوان است و امنیت زور گرفته نمیتونه؟ مسئله ای که گنگ میمانه حکومت است که کسی که در مقابلش صدای خود بلند میکنه، اونا را یا تهدید میکنن یا از بین میبرن یا به زندان روانش میکنن. یک نام نه، یک نام سرشمان. ما شب دیدیم یاسین سیبه که در همین میز شیشته بود همراه شما مصاحبه داشت، حکومت اعلان کرد که یاسینی سیب تانکری که انفجار کرد از یاسینی است. حالا که اونا شب گفتن که من هیچ تانکر و هیچ شرکتی ندارم و علتش می است که ما حکومت نقد کردیم، به ما توطئه سازی شده و یک حقیقت است. ما ببینیم همکار شما چرا وظیفه خود، همین همکار تلویزیون آریانایتون چرا وظیفه حکومتی خود از دست داد؟ او من حیث یک ژورنالیست که سوال میکنه، از ما میپرسه، از دیگر روشن فکرها و سیاسیون میپرسه، وظیفه خود از دست میده. دانه دانه سخنای ما تعقیب میشه. ما سر مردم افغانستان صدا میکنیم، از حکومت فاسدی که امروز حاکم است یک ذره توقع نداریم. اعدام افراد حقانی و طالبا درد را دوا نمیکنن. این سیاست های مقطعی یک روزه به خاطر عوام فریبی است که از هان مردم مصروف نگه داشته باشه. رای حلش اینمی است که یا حکومت به اراده مردم افغانستان، به خواسته های مردم افغانستان تن دهد، بخواهی مردم کمک بخواهی از مردم خود، در مقابل داعش کمک بخواهی، در مقابل طالب کمک بخواهی، مردم افغانستان است. ما باور دارم که این وطن نه
ای چهار نفر حکومتی ساخته میتونن، نه امریکا ساخته میتونن، تا که مردم خود افغانستان خودشان تصمیم نگیره و من حیث یک ملت زنده به پا نخیزه، ما همیتو کشته میشیم و دیگر راه حلم نداره. تشکر. آقای سادات، به گفته های آقای حیران، دستایی از داخل خود حکومت است که در این چنین حملات را راه اندازی میشه، پس فکر میکنین که ما چگونه میتونیم که شاید یک تغییرات کلی در سطح کشور باشیم؟ وقتی که دست از داخل نظام باشه و دست در داخل حکومت باشه، چگونه میتونیم شاید تغییرات در کلی در سطح کشور باشیم؟ خب البته دولت متاسفانه تعهدی که با ملت داشت با تعهداتش عمل نکرده. یک تعداد کسایی هستند در طول امی 15 سال که تعدادشان شاید به 1000 یا 500 نفر برسند، اینا مثل موره وره از یک ولایت به دیگه ولایت، از یک وزارت به دیگه وزارت و از یک ریاست به دیگر ریاست میرن، که این خودش یک جفا در حق یک ملت است. چرا؟ یک ملتی که 30 میلیون جمعیت دارد، حداقل تعداد بیشتر ما که مثلا تحصیل کرده، مردم تحصیل کرده داریم، به شاید 50% یا 60% یا 30% هر چه که باشد، باید در اینجا برای ملت سازی، برای حکومت سازی، برای نظام سازی تغییرات بیاید و تغییرات که در بین ملت دیده شود که کی صادق است و کی به اصطلاح صادق نبودند. در طول 15 سال یک تعداد کسایی بودند که از خیلی بسترهای ضعیف خیستند، حتی به اصطلاح اجیر بودند، حتی گارد بودند، محافظ بودند، در یک جای مامور شدند، رئیس شدند و حتی تا با مقامات خیلی بلند و ولایت و وزارت رسیدند، که اینا کسایی بودند که با استفاده از این فرصت، مثل که دوست ما گفت در دوران کمپاینا شعار دادن و مزد شعارهایشان گرفتن، میگن ما خون ریختاندیم و مزد خون خود ما میخوایم، باید قدرت داشته باشیم، چوکی داشته باشیم. این یک اشتباهی است که زمامدارای تراز اول مملکت در این حصه به توجه میکنن. باید تغییرات را بیارن، تغییرات مثبت، تغییرات را که بتونه درد را دوا بکنه، تغییراتی که مشکلات اجتماعی را درک کرده بتونه و این اشخاص و افرادی که دیدن که هیچ کار نتونستن بکنن، حتی نتونستن ملت خود قناعت بدن، مردم خود قناعت بدن و کسایی که زیر دستاشان از کارکرداشان راضی نیستن، بازم در طول 15 سال اونا حفظ شدن. تشکر. آقای حیران، اگر بسیار خیلی کوتاه اشاره داشته باشین، راه حل ها چیست؟ چگونه میتونیم که یک تغییرات در کشور، در سطح کشور به وجود بیاید؟ اگر بسیار اشاره کوتاه داشته باشین به عنوان آخرین پرسش. راه حلش اختتام حکومت وحدت ملی است. این واضح مردم افغانستان بشنوه که در طول 3 سال که حکومت ناکام بود و مطلق ناکام بود، من بعدم ناکام است. اگر مردم افغانستان میخواید که از حکومت، از این درد و غمی که هر روز ما تحمل میکنیم، یک مسئله انتحاری کابل نیست، ما هر روز در افغانستان حدود 300-400 نفره از دست میتیم، چی در نیروهای امنیتی، چی مردم عام، انفجارات، انتحارات و کشتارهای مرموزه که تارگت میشن مردم. از 34 ولایت افغانستان اگر ما ببینیم روزانه صدها جوان ما از بین میرن. خیلی کوتاه. اینا را اگر ما میخواهیم که جلوگیری بکنیم، یگانه راهش اینی است که ما منسجم شویم، ما به نام پشتون و تاجک و ازبک تقسیم نشویم که بدبختانه تا امروز تقسیم هستیم و از این اینی سرانه که کسی به نام پشتون نفع میبره، کسی به نام تاجک. این وطن از کل ما است. بیاین که بعد از 40 سال ما دیدیم که این وطن نه تنهای خود پشتون حکومت کرده میتونه، نه تاجک و ازبک، نه هزاره. ما باید متحد شویم و در مقابل هر فسادی که چی داخلی باشه چی خارجی باشه، در مقابلش ما باید من حیث یک ملت استاد شویم و از حکومت خود باید بررسی بکنیم و اونا را از پیششان بخوایم که چی کردن و چی باید بکنن، راهنماییش باید بکنیم، کنترلش باید بکنیم. تشکر، بسیار زیاد تشکر از شما. قریب سید قریب الله صادق، آگاه سیاسی، و سید احمد حیران، سخنگوی حزب ملت متحده افغانستان، از حضورتان بر بحث امروز ما و سپاسگزار هستم. از شما همچنان بیننده عزیز که بیننده لحظات برنامه آغاز روز بودین. با
سلامه مجدد و بر نیم ساعت دیگر برنامه آغاز روز با من افسون محمدی خوش آمدید. در این لحظات برنامه بحث داریم روی این که خسارات وارد شدن خسارات هنگفت بر مردم از اثر حمله روز چهارشنبه در چهارراه زنبق شهر کابل و روی همین موضوع کاظم بامیک استاد دانشگاه را با خود داریم. آقای بامیک سلام بر شما و بسیار زیاد خوش آمدید. تشکر سلام بر شما. آقای بامیک حمله که روز چهارشنبه اتفاق افتاد و خسارات 4 میلیارد به مردم وارد کرد، این خسارات چگونه باید پرداخت شود؟ به نام خدا سلام خدمت شما و همکاران تکنیکی تان و بیننده های عزیز، عرض تسلیت دارم در خانواده های شهدا و برشان صبر و شکیبایی می خواهیم و برای مجروحان این حادثه غم انگیز شفای عاجل طلبگار هستم. متاسفانه کشورهایی که در حال بحران هستند و این بحران‌هایی که در کشور هاست یا بحران مرزی است یا بحران‌های داخلی است، بحران‌های قومی هست و متاسفانه بحران افغانستان بحران پیچیده و چند لایه هستند که موضوعات مرزی و اختلافات مرزی با همسایگانش هست، بحران حضور تروریسم در منطقه و مخصوصا در افغانستان هست. اینا لایحه یا عمق بحران را در افغانستان وسیع ساخته که حکومت هایی که هم در روی کار هستند و دارن حکومت میکنن، حکومت های قوی نیستن و دارای پشتیبانی خیلی بلند مردمی و جهانی نیستن و متاسفانه اینها را هر از گاهی دستواگیر میکنه و در جاهای حملات را انجام میده و این حملات متاسفانه خیلی بگونی اتفاق میفته که همزمان در چند ولایت مبارزات مسلحانه انجام میده علیه اردوی ملی و پلیس ملی افغانستان و در قلب افغانستان که پایتخت باشه می حمله موتربم را انفجار میده که خساراتی نه تنها خساراتی جانی که متاسفانه بیش از 600 کشته و زخمی در یه حادثه ما داشتیم و بیشتر از 1000 خانواده. وقتی خساراتی که بر مردم وارد شده برزش نزدیک به 4 میلیارد، چگونه این خسارات باید جبران شده؟ من میپردازم در سوال شما و میخواستم یک مقدمه را به بررسی بگیریم که برسیم در بحث پرداخت هزینه ها. حکومت هایی که ضعیف هستند و دارای پشتوانه قوی مردمی نیستند و زیرساخت هایش هم در حال تزلزل هست و زیرساخت های ضعیفی داره، این حکومت ها به عنوان حکومت های ناکام در عرصه نظام بین الملل مطرح است که افغانستان هم از او جمله کشور هاست. یعنی بودجه افغانستان که بودجه انکشافی و توسعه‌ایش باشه حدود 80-90% بودجه را بیشتر خارجی ها پرداخت میکنه و خسارات هم که متقابل میشه افغانستان توان پرداخت خساره های بیشتر را نداره و بودجه ای که در یک سال مد نظر میگیره فقط بودجه های توسعه‌ای و انکشافی هستند و کشورهایی که مثل افغانستان به عنوان کشورهای ناکام یا کشورهای در حال بحران هستن، اینها در همه جوانب دارای مشکلات و چالش های حدیده ای هستن در قسمت امنیت، در قسمت بازسازی و مخصوصا حفظ و تمامیت ارضی کشور در حال مشکلات هستن و داره از هر ناحیه با مشکل مواجه میشه که حمله آخر که در کابل اتفاق افتاد توانست خساراتی هنگفت مالی را در همشهریان افغانستان، در هموطنان ما در سطح کابل به جا بگذاره که به قول شما و قول رسانه ها که بیشتر از 4 میلیارد افغانی میشه که ارقام هم هنوز هم به گونه نهایی نشده، شاید خیلی جاها از خساراتشان هنوز محاسبه نشده، خیلی منزل‌های مسکونی هست که هنوز هم خسارات آنها محاسبه نشده که میشه که ارقام بیشتر شود و برای خسارات وارده بر شهریان افغانستان و بعد سکتور خصوصی افغانستان بالا بره. بله، افزایش نامنی ها چقدر تاثیرات سو داشته میتونه بالای اقتصاد کشور؟ بررسی سرمایه گذاری چه داخلی چه خارجی در کشورها باید بر یک بستر امن اتفاق میفته و در یک بستر امن سرمایه گذاری صورت میگیره تا بتونه در جاهایی که حکومت نیازمندی داره و در جاهایی که امکان سود هستن و در جاهایی که بتونه توسعه و رفاه را در کشورها و در جامعه های مختلف به وجود بیاره سرمایه گذار آنجا سرمایه گذاری میکنه و افغانستانی که در طول یک و نیم دهه نتوانسته به گونه منظم
امی بستر را برای سرمایه گذاران خارجی مساعد بکنه، هرچند که سرمایه گذاران خرد داخلی هم سرمایه گذاری های خود را داشته، اما نبود امنیت میتونه که فرار سرمایه را از افغانستان افزایش بده. و حتی ما در اگر همین گونه اتفاق بیفته و در هر یک ماه یک انفجار داشته باشیم که ناشی از انفجار یا انفجار انتحاری یا موتوربمب باشه که خسارات هنگفتی بر تاجران ملی و در سکتور خصوصی وارد بکنه، طبعا افت سرمایه گذاری ما در کشور داریم. و وقتی که سرمایه گذاری خصوصی نداشته باشیم، چه داخلی چه خارجی، طبعا که زیرساخت‌های کشور هم در خطر مواجه میشه. و وقتی که ما زیرساخت‌ها نداشته باشیم و بودجه هم برای توسعه سیاسی اقتصادی اجتماعی در کشور موجود نباشه و بخشی از کمک‌ها که اکثریت از کمک‌ها از سوی کشورهای غربی و موسسات خارجی هستند در افغانستان تمویل میشه، طبیعتاً افغانستان را بحرانش تشدید میکنه و ما را به آینده ناامید میکنه و به گونه‌ای که افغانستان را دوباره به لانه‌های تروریسم و لانه‌های مافیایی مواد مخدر و جایی که بتونه هر گروهی که در سطح نظام بین‌الملل منفور هستند و دارن دهشت میکنن و دارن پدیده‌های شوم را تبادله میکنن، جای به اینها و هموار شوه و مردم افغانستان آسیب پذیر شوه. و این آسیب پذیری ها عامل مهاجرت های گسترده از افغانستان خواهد شد که مهاجرت های گسترده عامل افول یک ملت و افول یک دولت ملت میشه که عواقب بعد در آینده در دولت افغانستان و مردم افغانستان خواهد داشت. آقای بمی که از نظر شما انجام چنین حملات چقدر سبب فرار سرمایه از کشور میشه؟ طبیعتاً وقتی که امنیت نباشه، نبود امنیت و عدم امنیت و زیرساخت‌های لازم که یک از زیرساخت‌ها بس امنیت میباشه و بس سرمایه‌گذاری‌های خارجی و سرمایه‌گذاری‌های داخلی را به افول مواجه میکنه و دیگر سرمایه‌گذار اعتماد لازم بالای پول خود، بالای سرمایه خود و بالای مقدار پول یا سرمایه‌ای که در یک بخش سرمایه‌گذاری میکنه دیگر از دست میدهد. وقتی که اعتماد موجود نباشه، طبیعتاً هر کسی که باشه یا هر سرمایه‌دار یا هر دونری که بخواهد در یک بخش سرمایه گذاری بکنه، آینده سرمایه گذاری خود را نمیبینه و آینده سرمایه گذاری خود را به رکود و به از هم پاشیدن و تضعیف سرمایه خود ببینه. در اون صورت هست که عامل فرار سرمایه از داخل افغانستان در کشورهای همسایه و حتی خارج از منطقه میشه که این پیامد بعد در قدم نخست در دولت افغانستان، مردم افغانستان داره و در قدم بعدی کشورهایی که مداخله میکنه و داره در موضوعات داخلی و می انفجارات و موتوربمب ها را در افغانستان انفجار میده و انتحار میکنه، پیامد غیر مستقیم به آنها هم دارد. وقتی که افغانستان ناامن باشه، وقتی افغانستان زیر بستر یا زیر ساخت های اقتصادی نداشته باشه، طبیعتا تبدیل به جایی میشه که تمام گروه های دهشت افغانی در افغانستان حضور پیدا میکنه و از فقر و توسعه نیافتگی که در افغانستان حاکم میشه و مردم مجبور میشه که در این گروه ها وابسته شوه و به یک نحوی گروه هم مردم را تشویق میکنه که پیامد بعد به کشورهای همسایه مخصوصا ایران و پاکستان و کشورهایی که مستقیما در امور افغانستان مداخله میکنه عواقب بعد و غیر مستقیم با آنها داره و همسایه‌ای که در کشورش محسوب میشه وقتی ناامن باشه، زیر بسترهای اقتصادی سیاسی نداشته باشه، حضور گروه های مافیایی، گروه های تروریستی در اینجا بیشتر شوه، طبیعتا که امنیت آنها را متضرر میسازد. پس آقای بامیک، به خاطر جلب سرمایه گذاری ها و به خاطر حفظ سرمایه گذاری ها حکومت چگونه یک زمینه را مساعد بسازه؟ ما اگر بیم بحث بحران را مطرح کنیم، وقتی که در یک کشور در یک اجتماع بحران به وجود می آید و بحران دارد در حال افزایش هست و گسترش هست، بعد حکومت در نخستین اقدام خود به بسترهایی که عامل بحران میشه در یک کشور، این بسترها را تضعیف بکنه و از بین ببره و بازیگرانی که در سر یک بحران یا در یک بحران اجتماعی یا بحران سیاسی در یک کشور دخیل هستند، باید قناعتی
بازیگران بحران را به یک نحوه حاصل بکنه و یا لااقل تعداد بازیگران را کم بکنه تا بتانیم ما بحران را تضعیف کرده. وقتی که ما بحران ها را تضعیف کرده باشیم، باید در قدم دوم برنامه برای پیشبرد حکومت داری خوب برای توسعه افغانستان، رفاه افغانستان داشته باشیم که در تدوین برنامه باید نظر مردم افغانستان، جامعه مدنی، احزاب سیاسی و گروه های قومی داخل باشه و بتونه برای هر بخش افغانستان و هر برنامه توسعه‌ای که چه بخش اقتصادی، چه سیاسی و چه فرهنگی باشه، نظر مردم مستقیم دخالت داشته باشه و از مجراه خاص مردم این برنامه ها توسعه پیدا بکنه تا باشد که ما در دراز مدت همچو بحران های سیاسی یا امنیتی را نداشته باشیم و بتانیم برای آینده هم امیدوار باشیم و جلب سرمایه گذاری های خارجی بکنیم. باید در بخش زیرساخت های اقتصادی مالی کار صورت بگیره تا بتانیم دونرهایی که در افغانستان قرار است کار بکنه، مخصوصا بخش معدن. معدن افغانستان یکی از بسترهای خیلی خوب برای سرمایه گذاری خارجی هست. میلیاردها دلار سالانه برای حکومت افغانستان، برای مردم افغانستان عاید به بار بیاره. وقتی که ما امنیت نداشته باشیم و اعتماد برای جلب سرمایه گذاری خارجی و داخلی موجود نباشه، بخاطر جلب جذب سرمایه گذاران چی کار باید صورت بگیره سوی حکومت؟ در قدم نخست یک زیرساخت ها یا امو عاملی که ایجاد بحران میکنه اینا را از بین ببره و تضعیف بکنه و در قدم دوم برنامه منظم برای پیشبرد امور و جلب سرمایه گذاری داشته باشن. ما در طول یک و نیم دهه متاسفانه برای جلب سرمایه گذاری بستر مناسب را فراهم کرده نتونستیم، در حالی که خیلی بسترها موجود بود متاسفانه از دست ما رفت. حالا حکومت وحدت ملی باید تلاش بکنه که عامل ناامنی ها را، مداخله خارجی ها طبیعتاً هست و 100% مداخله خارجی هاست، اینها را کوتاه بکنه به یک نحوی که کشورها و گروه هایی که در امور داخلی و سیاسی افغانستان مداخله میکنه زمینه های اینها را کوتاه بکنه، تضعیف بکنه و از بین ببره و در کنار از او باید برنامه برای توسعه افغانستان داشته باشه. مخصوصا معدن افغانستان هست و موضوعات زراعتی افغانستان هست، موضوع آب هست که شاید در طول یکی دو دهه بعد بس آب شیرین یکی از بحران‌های جدی در سطح منطقه تبدیل شود که افغانستان اگر از همیال برنامه داشته باشه مثل نفت خاورمیانه، مثل گاز آسیای میانه تبدیل در یک پروژه اقتصادی کلان میشه که اگر بتونه آب‌ها را مهار بکنه و ذخیره بکنه، بتونه که آب‌ها را در کشورهای دیگه صادر بکنه، یک درآمد هنگفتی را در دولت افغانستان، در ملت افغانستان به وجود میاره و متقابلا و با صدور آب در کشورهای دیگر وابستگی و کشورها را در افغانستان وابسته میکنه که وابستگی متقابل عامل میشه که دیگر کشورها در امور یکدیگر مداخله نداشته باشه و بر اساس منافع مشترک و تهدیدات مشترک هستند که میان روی یک برنامه دراز مدت و روی همکاری ها و همگرایی منطقه‌ای کار میشود. وقتی که ما منافع یک کشور را در دولت خود داشته باشیم و متقابلا ما منافع خود را در اونجا داشته باشیم، هیچ یکی از گروه ها یا هیچ یکی از کشورها حاضر نمیشه که منافع خود را قطع بکنه و ضربه‌ای به منافع ملی خود بزنه. طبیعتاً آنها بعضی ناگزیری ها که از ناحیه بخش صدور آب، بخش صدور معدن و مخصوصا اگر بیم خیلی خرد فکر کنیم بخش سیمنت است، افغانستان سالانه فعلا بیش از 40 تا 50 میلیون تن سیمنت از پاکستان و ایران وارد میکنه، در حالی که بستر سیمنت سازی و بستر فابریکات سیمنت در افغانستان فوق العاده بالاست. اگر در بخش سیمنت تنها وزارت معدن کار بکنه میتونه ما سالانه تا 100 تا 200 میلیون تن سیمنت را در کشورهای آسیای میانه و کشورهای خلیج صادر بکنه که هم میتونه بستر اقتصادی و ساختار زیرساخت‌های اقتصادی را در افغانستان به وجود بیاره و در کنار از او بس موضوع ناامنی را تضعیف کردیم و در امنیت و رفاه. اگر خیلی کوتاه اشاره داشته باشین، یگانه راه حل به خاطر جلب سرمایه گذاری و به خاطر حفظ سرمایه گذاری چی بوده میتونه؟ یگانه راه حلش پیشنهاداتتان چیست؟ البته که یگانه راه حل تنها یک راه حل نیست. ما در جلب سرمایه گذاری چیزی که پیشتر هم گفتم،
در قدم نخست باید بازیگرانی که در امور سیاسی افغانستان دخالت داره زمینه مداخله اونها را کوتاه بکنه برای پیشبرد امور و جلب سرمایه گذاری یک برنامه دراز مدت. تشکر بسیار زیاد از شما. تشکر کاظم بامیک استاد دانشگاه از حضورتان بر بحث امروز آغاز روز و سپاسگزارم از شما همچنان بیننده عزیز که بیننده لحظات برنامه آغاز روز بودیم.